دوستان عزیز، با سلام به شما. برنامه امروز رو شروع میکنیم با این امید که حالتون خوب باشه، اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز امتحان میکنیم ببینیم با این دوستمون آقای هادی آخوندی که در ایران هستن میتونیم تماس پیدا کنیم یا نه. ایشون نوشته بود که اوضاع اینترنت خیلی بده در ایران. میخوام بهش بگم خب از همینجا شروع کن، به این آقازاده ها، به این آقاها، به این آخونده بگو چجوریه که برای شما باید این اینترنت خوب باشه ولی برای مردم این مکافات های فیلترینگ و این چیزا. و ضمناً مگه اینجور نبوده که حضرت محمد وقتی یک کسی رو میخواست منع کنه گفته من امروز چون خودم خورما میخورم به این نمیتونم بگم خورما نخور؟ اینا چجوریه خودشون خورما میخورن، رطب میخورن، بامیه میخورن، زولبیا میخورن ولی به مردم میگن شما هیچی نخورین ثواب داره؟ بذارید ببینم من میتونم این آقای هادی گلی که هفته پیش هم تماس گرفتیم ولی نشد و بنده خدا ایشون بعدش هی تماس میگرفت که بعدم نوشته بود که چیز خوب نیست و ببینم اسپیکر اینجا چجوریه. بله اینجا خوبه. زنگ بزنیم به آقای هادی گلی در ایران و ببینیم که ایشون که خودش یک آخوند جوان هست چی میگه و این آخوندها چرا بدقولی کردن از اون آقای خمینی گرفته، آمد گفت همه چیز مجانیه، بعد شما نگاه نکنید به شاه، ما بهتون معنویت میدیم، شاه ایران رو قبرستون کرده بود، ما آبادش میکنیم، ولی دیدیم که متاسفانه این کار رو نتونستن انجام بدن. دوستان عزیز، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه ارتباط برقرار نمیشه. ببینید ما از اینجا زنگ میزنیم ولی ایشون پاسخ نمیده. پس بذارید، بهش گفتم خب میخوای بذاریم هفته آینده. بله اینو به حال خود رها کنیم. گفت چی آقای احمدی نژاد؟ گفت فلسطین رو رها کن، این النبی رو بچرخون، ترکیه رو بگیریم. اینم از این ماجرا. و دوستانی که برنامه من رو سالهاست میبینن یا تازه آشنا شدن، اگه لطف کنن این برنامه رو با دوستان خودشون شیر کنن بسیار ممنون میشن. و اما اینقدر موضوعات مختلف دارم ولی دو تا، یکی یه فیلمی که یکی از دوستای خوب من دیروز آمد اینجا و به من گفت که اون فیلمی رو که برات فرستادم دیدی؟ گفتم اینو من قبلا دیده بودم. گفت نه، حالا نگاه کن این فیلم کامله. یادتونه یه آقای به نام حنایی، نمیدونم اسمش حمید بود، سعید بود، کی بود، حنایی توی مشهد میرفت این زنای تنفروش رو میکشت و گویا 16 تا رو کشته بود ولی برنامهش این بوده که 150 تا رو بکشه و اینها. بعد گرفتنش، خیلی هم با آرامش و اینها صحبت میکرد و بعدم اعدامش کردن. این فیلم ماجرای داستان اونه ولی اون که کشت و اونم که بیچاره هایی هم که کشته شدن و اونم که بعد اعدام شدن. ولی وقتی پسر این صحبت میکنه و میگه که تو خیابون و اینها به من میگن پدرت مرد محترمی و افتخار میکنم و حالا شاد به من میگن برو کارش ادامه بده و اینها، آدم واقعا از خودش میپرسه که آیا به این دین، به این ایمان که توی ایران اینجوری ازش تفسیر شده یا به این ایرانی که جوونش اینه اصلا. حالا این فیلم مال 11، مال این اتفاق 15 سال پیش افتاده و اون موقع این جوون فکر کنم 10-12 سالش بوده. احیانا الان یک جوان کاملی هست احتمالا زیر 30 سال و خدا میدونه که در فکرش چی میگذره، همین کار پدرش انجام بده یا نه. بالاخره ضمن تشکر از اون دوستمون، این فیلم رو من بعد از برنامه خودم برای شما میذارم، حدود 40 خورده تا 50 دقیقه است. و جالبتر از اون این بود که امروز یه دوست دیگه برای من یه مقاله رو فرستاد و این مقاله راجع به این آقای حسنی بود، جوک برش میساختن و اینها. امام جمعه رضاییه بود، امام جمعه کجا بود؟ و میدونید مثلا اون یکی دیگه موسوی میگفتن 3 تا از بچه های خودش رو اعدام کرده یا معرفی کرده. گویا این آقا هم
یکی از بچه هاش رو، یه پسرش رو لو داده، به اونا نگفته که این پسر منه، و اونا گرفتن و اعدام کردن و دخترش هم گویا خودسوزی کرده، هیچ وقت ماجراش فاش نشده. و حالا میگه رفتم که ببینم این ماجرا و دادگاه و اینها چی بود، و حتی یه جوری نوشته که اون قاضی که اینو کشت به وضع بدی زندگی میکنه و اینها، من میخوام برم کمکش کنم و نمیدونم از مال اموالی که دارم بهش به اصطلاح خیر برسونم. این فیلم رو براتون نشون میدم، اون مقاله رو هر کسی خواست روی فیسبوک من براتون میذارم، زیر یوتیوب هم میذارم. متاسفانه اونایی که از مردم تیوی دات کام میبینن، اگر بخوان این به اصطلاح چیزایی رو که ما اضافه تر میگیم داشته باشن اینها، اونایی که فیلم میبینن، اونایی که فیلم نیست باید ایمیل بفرستید تا من براتون بفرستم، یا خودتون گوگل کنید و پیدا کنید. خب قسمت اول. روز جمعه من با یک آقایی به نام شاهین نژاد صحبت کردم. بعد ایشون، من به عنوان یک طرفدار سلطنت، سلطنت طلب، میدونید وقتی میگیم سلطنت طلب معمولا منظورمون پهلوی طلبه، و ایشون گفت که نه من عوض شدم و از اون شورا اومدم بیرون. و تو برنامهش هم وقتی صحبت میکرد گفت که به اصطلاح رضا پهلوی اصلا برنامه و اپروچش اینا اشتباه و غلطه. بعد دوستان نوشتن آقا این خودش میخواد شاه بشه، خانمش هم میخواد ملکه بشه. گفتم خب چه اشکالی داره اگه شماها میگین طرفدار پادشاهی مشروطه، نه اون یکی دیگه چیه، پارلمانی هستید. خب هر کسی پس میتونه به اصطلاح بشه شاه، به این صورت که پارلمان بیاد انتخابش کنی. که من میگم هنوز از دوستان میپرسم مثل کدوم کشور پادشاهی پارلمانی، هر کدومشون یه چیزی میگن، ولی هیچ کدومش اینجوری نیست که ما ببینیم یه نفر آمدن تو خیابون گفتن آقا پارلمان شما را انتخاب کرده، بیا بشو شاه، مدتش چقدره، چجوریه و اینها، و بمانه. یادم رفت در اصل آقای شاهین نژاد خودش برنامه گذاره، دیدم تو رادیو تلویزیون های مختلف برنامه داره، و از لحاظ مالی هم دوستان پولدار سلطنت طلب و طرفدار پادشاهی و اینها حمایتش کردن و میکنن، مگر اینکه حالا که جدا شده اعلام پادشاهی میکنه مورد غضب اونها هم واقع بشه. ضمناً یه برنامه هم دارن برای فوریه، ایشون تا برای من فرستاد، گفتم شما میتونید این آگهی رو در تلویزیون مردم پخش کنید، ولی تلویزیون مردم هم مثل عصر از عصب حضرت عباس احتیاج به یونجه و کاو و جو و خرج داره، یا اونجوری که خود من میگم این اتوبوس، این ماشین احتیاج به بنزین داره. صحبت از بنزین شد، اجازه بدید که این آقایی که دانیال توسی، که خیلی ها گفتن آقا این آقای توسیه که قرآن درس میداد، گفتم والا فکر نمی کنم، ایشون اولا هم ارمنیه هم سالهاست مثل که تو کالیفرنیا زندگی میکنه، و من اگر بهش گفتم شما با اون توسی چه رابطه دارید، یه آقای توسی توی این منطقه بود، سالها پیش رفته بود این قله اورست رو، یا یه بار یا دو بار، حالا چیه که اینا اینقدر خرج میکنن و میرن و اون به اصطلاح افراد محلی اینا رو میبرن، ولی اگه اینا برن همشون از کمبود اکسیژن و اینها اون بالا میمیرن. در هر صورت منظور من اون بود، ولی این آقای توسی هم دیدید شنیدید نظراتش رو، خیلی تندرو طرفدار ترامپ، با همه اینها ما بهش گفتیم آقا بیا صحبت کن و حرف بزن، فقط شرط داره، شما نمیتونی هر روز تو برنامه من زنگ بزنی بگی سرمی من حاضرم، انگار که من رانندتم، تو ماشین تو گاراژ وایسادم دارم ماشین تمیز میکنم، حالا زنگ میزنی میگی من حاضرم من بیام جلو در سوارت کنم. شما برنامه بگیر، چیزای خودتو بگو، اگه خواستی تو برنامه‌ت هم میتونی منو دعوت کنی. تا اسم پول میاد اینا میرن. شنیدی میگه پول قول است و ما بسم الله، این عزیبریه، این برعکسه، مثل که این دوستان به اصطلاح شادم درست باشه، پول قول است و اینها بسم الله، تا میگیم آقا باید پول بدی، اینجوری نیست از این تلویزیون به اون تلویزیون به اون تلویزیون هی دور بزنی. و میبینی الان دیگه تلویزیون ها یکی یکی عاقل شدن، هی تلفن های الکی و اینها رو قبول نمی کنن و میگه آقا من اومدم حرف خودم رو بزنم. مثلا این دوستمون آقای جمشید ایزدیار آمد و گفت آقا شما چرا اینو میگی؟ گفتم چی بگم؟ گفت اینو بگو. گفتم شما بیا بگو.
حالا دیگه میگه نمیدونم باید ارتباطش برقرار بشه چنین و چنان، ضمناً چون اون دوست آخوندمون که باش قرار داریم ای اینترنتش خرابه و اینها، اگه بشه با این دوست عزیزمون آقای علی بهبهانی که توی نیرو دریایی بودن و اینها صحبت میکنیم. ضمناً دیدم که یکی از عکسایی که ایشون گذاشته عکس اون شخصیه که میگه من ارتش بودم و من فرمانده ارتش آقای توسی نبودی عزیز من، من آماده تماس میشم با شماره تلفن دستی. نه عزیز من، آقای توسی اینجوری کار نمیکنه، اینجوری کار نمیکنه. شما قرار بود از جمعه تا دوشنبه به من زنگ بزنید، بنده تلفن بیارم اینجا، وسیله بیارم، اسکایپ بیارم. الان اگه نبودید قبل از اینکه شما بیاید من داشتم صحبت میکردم. من اینجا راننده شما نیستم که به من پول بدی ماشین رو تمیز کنم، هر وقت کت شلوار تو پوشیدی اشاره کنی سور بی بیام من سوار کن. باید قرار بذاری. این آقای آخوند از ایران بیچاره نامه می نویسه، ایمیل می فرسته که آقا من ایمیل هم به اصطلاح اسکایپ هم آماده کردم، درست کردم، چنین کردم، چنان کردم. شما که برای حرفت ارزش قائل نیستی که چند دقیقه وقتت رو بذاری بگی سوربی من کی میتونم بیام کی نمیتونم بیام، چجوری ادعا میکنی برای مردم و نمیدونم برای آزادیشون ارزش قائلی؟ الان باز دوباره این خط این نشون شما بنویس که سوربی گفت شما میتونی مهمون من باشی، تا حالا دو بار شدی تلفن اشکال داره، اینجوری خوشم نمیاد، کوالیتی یا کیفیت برنامه میاد پایین، یا باید اسکایپ داشته باشی، شما رو اینترنت هستی، رو فیسبوک هستی، شاید من با فیسبوک هم دیدم با میتونی با ویدیو یا با آدیو تماس برقرار کنی، شاید اونجوری تونستم، ولی اینجوری که آقا من حاضرم شما تماس بگیر، من شرمنده و من اینجا نمیتونم بلنگوی شما باشم مجانی. شما میتونی تماس بگیری 20 ساعت در روز برنامه بگیری، هدفهای ترامپ رو اینجا تبلیغ کنی، احیانا اگر گمراهانی هم هستن دنبالت میان، اگر نیستن میتونی گمراهشون کنی. تبریک میگم به دوستانی که طرفدار آقای ترامپ بودن، چون یکی از دلایلی که آقای ترامپ انتخاب شد این به دروغ آمد گفت من بیزنسمن خیلی پولداری هستم، من کاسب یا تاجر خیلی پولداری هستم. به مردم نگفت که من با پول میلیون ها دلار پدرم اومدم تو بازار، وقتی شماها یه دلارم نداشتید من با پول پدرم اومدم. این دستش که اینقدر کوچولوه برای که این یک کاری تو زندگیش انجام نداده، همش کلاشی کلاهبرداری اینا، ولی بمانه دوره کلاشیه دیگه. این آقا آمد گفت که من مملکت رو مثل این مملکت دارا با سیاست نمیخوام چی کنم، من مملکت رو مثل بیزینس، مثل مغازه خودم، مثل شرکت خودم، مثل تجارت خودم ران میکنم. این یکی رو موفق شده، چون تا حالا 6 بار شرکتاشو زده زمین و بسته و در رفته، این گاورمنت رو هم بس. گاورمنت جمعه شب تعطیل شد، شنبه یه شنبه، امروز هم دوشنبه، 3 روزه که ما در آمریکا گاورمنت نداریم، دولت یا دولت فدرال، دولت مرکزی تعطیله. بیچاره یه عده‌ای مثلا ثبت نام کردن، بچه‌ها رو از مدرسه آوردن که اینجا ببرن کاخ سفید رو نشون بدن، میره اونجا. همین الان زنگ بزنید به کاخ سفید، به خود کاخ سفید که زنگ میزنید میگه ما پول نداریم اینجا بیان کار کنیم، کسی رو نداریم اینجا. ولی آقا چون یک سال شده، خیلی هم زحمت کشیده، توی یک سال که آمریکایی بدبخت 2 هفته مرخصی میگیره، تو این 2 هفته هم یا میره خونهشو تعمیر میکنه یا میره یه جای دیگه کار میکنه که به پولی در میاره بزنه به درد یه چیز دیگه، این آقا 95 روز رفته گلف بازی کرده. دروغگو و شارلاتانی که هر روز میگفت چرا این مرد اوباما میره گلف بازی میکنه، این مگه کار نداره، من اگر بیام 24 ساعت کار میکنم. حالا 24 ساعتش که 11 صبح میاد تو آفیس، از 4:30 5 تعطیل میکنه، میره 6:30 توی رخت خوابش همبرگر میخوره و میشینه تلویزیون نگاه میکنه، اون بماند. این تازه روز کاریشه. روزای تعطیلی 95 روز از 365 روز شما حساب کنید 270 روز یعنی کار کرده، 95 روز رفته گلف. ولی بهش تبریک میگم، به دوستان تبریک میگم که ایشون به اصطلاح تونست
حتی دولت آمریکا رو هم مثل بیزینسش به زمین بزنه ببنده. و این فقط تو دوره این انجام نشده، ولی تو دوره این بی سابقه است، برای اینکه رئیس جمهور جمهوری خواه، مجلس اکثریت جمهوری خواه، مجلس سنا اکثریت جمهوری خواه، و هنوز سابقه نداشته که سه تا قوه قضاییه، مقننه، قضاییه و مجریه دست یک حزب باشه و دولت تعطیل بشه. آقای ترامپ تونست اینجا نمبر وان باشه. این یک. دوم از این که ماجرای به عنوان سالگردش، حالا بعضیا روز مارتین لوتر کینگ میان صحبت میکنن اینا، این زودتر رفت چیز کرد و بعدم رفت گلف بازی کرد و اینها، برای این هفته برنامه گذاشته بود که بره فلوریدا و هر نفری 150,000 دلار بدن بیان اونجا شام بخورن با این عکس بگیرن، 250,000 دلار بدن شام بخورن با این سر میزش بشینن، که بعد این تعطیلیه به اصطلاح دولت باعث شد این نره، ولی پسرای احمقش خانوادهش رفتن اونجا و اونا گفتن که بابای ما میخواست اصلا گاورمنتو تعطیل کنه. این دروغ میگه، میگه من نمیخواستم، ضمن این که حرفای خودش هست که پارسال گفته باید تعطیل بشه. چیزی که هست وقتی یه نفر توی 365 روز 2000 تا دروغ میگه، دیگه شما نام میشی، بی‌حس میشی، دیگه دروغاش برای شما تأثیری نداره. ولی بزرگترین اشتباهش اینه که چوپان دروغگو شده. اگه یه روزی هم راست بگه ما باور نمی‌کنیم. من همونجوری که قول بهتون دادم و دیدید اینستاگرامو گذاشتم کنار، سعی میکنم این فیسبوک رو هم، آمریکایی‌ها میگن فید آوت، یعنی یواش یواش بره کنار و برنامه‌ها برگرده به همون تلویزیون، یوتیوب، آرشیو، بایگانی و الی آخر. چون این فیسبوک و اینها منو از این جهت برنامه خودم و اینها چرخونده بود، هی به کلکل کردن به این آقا، کلکل کردن به اون آقا، بل هر کیم میرسه میگه خب این که نشسته اینجا منم میخوام نظر بدم. میخوای نظر بدید، تماس بگیرید، وقت بذارید، وقت بخرید. مهمون یه بار، دو بار، من اگر سه بار برم خونه داداشم، دفعه دیگه که اون زنگ میزنه میگه بیا، میگم تو چی نخر نپز، من میرم رستوران چی میخرم میام. این تازه داداشمه، من شما که نه فامیلی نه آشنا هستی. بمانه ویدیوی آخوند که درباره این جریانات اخیر صحبت میکنه و هشدار میده به اصطلاح دولت، به مسئولین، که اینا دیگه بچه قرتیا و سوسولا نیستن که شما کلا، همون موقع هم دروغ میگفتن، اجازه بدید، بله همون موقع هم دروغ میگفتن، هر کی میمد تو خیابون اعتراض میکرد میگفتن اینا سوسولن، اینا دنبال نمیدونم موی بلندن، زیر ابروشون بردارن چنین و چنان. ولی میگن ببین این بار اینجوری نیست. من اینو درست مقایسه کردم با صدای انقلاب شما رو شنیدم شاه، ولی دیر بود شاه. حالا این آقا میگه صدای انقلاب مردم را شنیدم، به اونا داره میگه اگه اونها زبل باشن، از تاریخ تجربه گرفته باشن، شاه خودمون رو دیده باشن، صدام رو دیدن، اون کی بود قذافی رو دیدن، اون تونس رو دیدن، اون مصر رو دیدن و اینها، که اون مرد رئیس جمهورشون مثل میمون آوردن توی دادگاه، اینا اگه زبل باشن باید فوری برن این قسمت دین و مذهب که پول خوبی هم در میارن بکشن کنار، بگن آقا کنترل به اصطلاح اداره حکومت و اینها دست مردم، مردم بیان و انتخابات و فلان. نه حالا این آقا اگه آقای رجوی تونست بره از زنده بشه، اول خانم مریم رجوی بره، آقای رضا پهلوی بره، دیگران برن، آقای شاهین نجات برن، همسرشون برن، دیگه اونها بین شما هست و اونها. من نمیرم آقا، امیدی به این ایران نیست. چرا امیدی به این ایران نیست؟ خب اون آدمی که به قول معروف آتش به اختیار، اون کاری که اون طرف کرده تو مشهد، رفته زنهای به اصطلاح تن فروش رو کشته، این همون آتش به اختیار خامنه ای بود که اون موقع میگفت شما در راه دین برو این کار بکنی، آخری دیگه اسمش قشنگ عوض کرد گفت آتش به اختیار. مملکتی که آتش به اختیاره، مملکتی که تازه نماز جمعه اون مثلا امام جمعهش حالا آخر عمری میفهمه که اشتباه شده تو دادگاه های انقلاب،
طرف کشتن حالا میخوان به عنوان یه شهید اسمشو بنویسن تو نمیدونم موزه و فلان اینها بمانه. درباره همه این چیزا با اون دوستی که دیروز آمد اینجا و وقتی صحبت میکنه اصلا شما حس میکنی صحبتاش منطقیه. آخر کار که خواست به من بره از اینجا چون این درباره اعدام و کشتار و اینها بود به من گفت سوربین نظر درباره کپیتال پانیشمنت چیه؟ تو آمریکا به حکم اعدام حالا یا اکسیکیوشن میگن یا کپیتال پانیشمنت، یعنی دیگه این خیلی جزای بزرگی هست. و بله گفتم که بذار برات یه چیزی بگم. اول من هم مثل این مسیحی ها هست، میگه چشم در مقابل چشم، بعدن میگن اینام گیجن، یه میگه چشم در مقابل چشم، بعد میگه نه اگه یه کشتی زد به اینجا یه سیلی هم به اینجا بگی تو بزنه. بعد یا توی مسلمونی مثلا میگفت چی نمیدونم دیه نه قصاص فلان اینا، من اینجوری فکر میکردم. بعد با این آقای دکتر ناصر طهماسبی که صحبت کردم و واقعا چی بگی آدم واقعا دمش گرم، ای کاش ما خیلی از این آدم ها داشتیم تو ایران. با ایشون که صحبت کردم گفت ببین سوری جان، ما به کسی جون ندادیم، حتی پدر و مادرش که فکر میکنن به این جون دادن، اون بهش جون نداده، حالا یا طبیعت یا خدا هرچیه اون جون داده، اون میتونه بگیره. من و شما به همدیگه شهروندی میدیم، یعنی میایم توی دشتی توی کوهی توی جای جمع میشیم میگیم ما اینجا 1,000,000 نفریم تو فرفکس، ما اینجا 100,000 نفریم تو این مردشت و میخوایم قانون شهروندی بزنیم. یکی میگه آقا از این خیابون بری از این خیابون بیاید، ولی هیچ که از اینجا نیاد. اگه یه کسی از اینجا اومد اون گواهینامه‌شو میگیرن، گواهینامه که ما بهش دادیم به عنوان پریویلیج، یعنی مثل یه افتخار، مثل اون ازش میگیرن، شهروندیشو میگیرن. شهروندی یه نفر رو چجوری میگیرن؟ بهش میگن تو لیاقت نداری تو این جامعه‌ای که ما درست کردیم زندگی کنی، تو باید بری اون گوشه، دیوارم دورت میذاریم، صبح میام صبحونت میدیم، ظهر میام نهارت میدیم، شب میام شامت میدیم، تا مثل این آقای چی بود مرد که علامت صلیب تو پیشونیش بود و اون خانم شارونتی تو اینا رو کشته بود و دیوانه روانی، تا مثل اون از دنیا بری. وقتی من اینو به این آقای دوستمون گفتم، گفتم این بحث خیلی خوبیه که ما بیان درباره صحبت کنیم. بله بنده به کپیتال پانیشمنت باور ندارم، میگم حکم اعدام نباید باشه. متاسفانه به کورکشن دیپارتمان های اینجا هم اعتباد ندارم، یعنی کورکشن دیپارتمان اینجا زندانا رو میگن، شنیدم تو ایران هم الان عوض کردن اسم زندانی رو میگن امدادجو مددجو، از زندانبان رو میگن مددکار، حالا خود زندان رو چی میگن دیگه من نمیدونم. در اصل اینجا هم مثل ایران طرف آفتاب دوز میره زندان، وقتی برمیگرده ماشین دوزه، ماشین دوز میره زندان، وقتی برمیگرده با اسلحه میره بانک پول مردم رو نمیدونم میبره، آدم میکشه. اینها هیچ کورکشنی نداره. امیدوارم این دوستمون بتونه به اصطلاح وقت آزادی پیدا کنه بیاد با هم صحبت کنیم. توی این هفته من دوتا میتینگ داشتم، یه میتینگی هم شنبه داشتم با دوستمون آقای سفر دادور که قرار دوستانش رو که در راه کمک کردن به نابینایان به اصطلاح خیلی فعال هستن برنامه‌ای رو بذاره، وسایل جدید و اینها رو نشون بده، احیانا اگر شما فامیلی دارید بتونن اونا استفاده کنن، اگه ندارید ببینید بابا ای که دستت میرسد کاری بکن به اینا کمک کنید. منتظر ایشون هم هستن. من گفتم با وجودی که دوشنبه چهارشنبه جمعه برنامه دارم و شنبه و یه شنبه ها روزی هست که من روز کارم هست و بیرون میرم پول میسازم کار ویدیویی انجام میدم، حاضرم به خاطر این دوتا دوستمون که یکیش منطقی هست و این همون دوستیه که ویدیوهای آقای روحانی رو گذاشته بود که آقا این آقای روحانی الان دروغ میگه، روحانی قدیمی رو نگاه کنید میگه که مردم رو باید بیارید تو میدون فوتبال اعدام کنید، ضربه شلاق بزنید که دیگران پند بگیرن، حالا این اومده میگه که آقا چرا فیلتر گذاشتی؟ مرد حسابی تو 20 سال 25 سال تو دولت هستی. ضمناً حرف تو حرف میاد همینجوری میچرخیم. دیروز امروز خبر اومده بود که آقای سید حسین میر حسین موسوی فوت کرده و یا فوت شده، میگن نگید فوت کرده، فوت کرده کسایی که خودکشی میکنن فوت میکنن چون دست خودشونه، ولی فوت شده. بعد نوشته بودن ولی هر جا گشتم
نتونستم پیدا کنم. حتی از این دوست آخوندمون در ایران پرسیدم، گفت آره اینجام شایع است، شایع شده ولی خبر رسمی هنوز نیست. میگن قلبش درد گرفته تا رسیدن به اصطلاح نگذاشتن بره بیمارستان و مرده. حالا این که میرحسین موسوی تو هست و سنش هم همچین سن کمی نیست و فلان اینها بمانه. یه دوستی ما داشتیم اینجا، هم مدرسه منم بود، احیانا که چه ارز کنم همه تون میشناسین، آقای جهان قشقایی خواننده. این بنده خدا سر ما رو گنده، ورزشکار و فلان اینها. بعد یه دفعه زور میاد از مغازه فرش فروشی مثل که داشت میاد خونه، مثلا نهار میخوره و اینها، بعد که میخواد بره در حال تهیه کردن یه ویدیویی بود که این ویدیو رو به عنوان مژده یا سورپرایز به همسرش تقدیم کنه و با پسرش میرفتن استودیو این کار رو انجام میدادن. حالا میگه قلبم درد میکنه یا گرمش میشه و اینا، میشینن آب گرم رو نمیدونه آب نب... چی میگن نبات و اینا بهش میدن. خلاصه این بنده خدا رو تا میرسونن به بیمارستان اون هم چی میشه؟ فوت میشه. و جهان قشقایی فکر کنم یه سال از من بزرگتر بود، الان 5-6 سال 7 سال فوت شد. بمان دیروز با همین دوستم که حرف میزدم گفت که شما آقای ابوالفضلی رو میشناسی؟ گفتم بله، سالهاست آقای ابوالفضلی از موقعی که من برنامه داشتم زنگ میزد تا بعد خودش تلویزیون طبیعت مادر و برنامه و اینها، و هم ورزشکاره هم مدل بوده توی آمریکا، کشتیگیر بوده و اینها و خیلی هم سالمه. گفت آقا چی داری میگی؟ بنده خدا فوت شد رفت. گفتیم اه آقای محمد ابوالفضلی؟ گفت بله. گفتیم چطور؟ گفت تو 3-4 ساعت قلبش درد گرفت و تا رسوندنش بیمارستان، یعنی رفته بیمارستان اونجا فوت شده. این هم از این ماجرا. در صورت ببخشید اینو میگم، بعضی وقتا اینایی که اینجوری میمیرن آدم حسرتشون رو میخوره، میگه ای کاش اگه قرار منم بمیرم اینجوری بمیرم. و میدونید اونایی که میمیرن میرن دیگه تموم شد، نه حسی نه احساسی، بیچاره خانوادهشون اینها که میمونن. ولی خب بازم اونا باید آقا فکر کنن که اگه بنده خدا مریض میشد، این سکته ای که کرده، حالا فلج میشد، مثل یک اینجا میگن وچتبل میافتاد اینجا، شما باید ترخشکش کنی اینها، خودش هم رنج میبره، شما هم رنج میبره، همون بهتر که بعض وقتا اگه قرار آدم بره زودتر بره. من همون جوری که گفتم دوستان، من برنامه های فیسبوک رو سعی میکنم بعدن صحبت کنم. و آقای دانیل توسی، من 3 روز منتظر شما بودم، هیچ پیامی، هیچ تلفنی، هیچ مسیجی از شما نبود. و عزیز دل، برادر گرامی، اینجوری سیستم ما کار نمیکنه. دوستان ببرمتون این آخوند رو که داره به آخوندا، به حکومت ایران هشدار میده، بشنوید، گوش کنید، بعد اینو خط نشون کنید. خود خمینی سالها پیش گفته بود که آخوندا مواظب باشین، این مردم با جان و دل با رغبت اومدن حکومت رو دادن دست ما، و اگه یه روزی از ما دل خور بشن میان ما رو تکه تکه میکنن. البته یادش رفت بگه که خود من دلیلی هستم که اینها بیان شما رو تکه تکه کنن، چون خود من گفتم آخوند سر کار دولتی نباشه، الان شده همش. خود من گفتم من با حکومت کاری ندارم، میرم قم، دروغ گفتم. خود من گفتم خونه مجانی میسازم برای مردم، دروغ گفتم. خود من گفتم نمیدونم برق و گاز و اتوبوس رو مجانی میکنم. بمانه دروغاشو شما بهتر از من میدونید. و بریم سراغ این حاج آقایی که من اسمش رو هم نمیدونم. کسانی که میخوان شعارهای نظام رو در برابر نظام قرار بدن، کار به جایی میرسه که شما میخواید از عدالت خواهی حرف بزنید، بگن که این داره نظام رو تضعیف میکنه. اون نظامی که میخواد با عدالت خواهی تضعیف بشه، اون رفتنش بهتر از مونده شه. اون نظامی که در برابر عدالت خواهی بیسته، اون طاغوته، اون حکومت اسلامی نیست. الان میدونی چه اتفاقی افتاده؟ صریح بهتون بگم، شما عزیزان که اینجا نشستید، ماهی چقدر درآمدتونه؟ خیلی ها به اسم من و شما، به اسم حکومت اسلامی دارن میخورن، ولی چون در بدنه نظام قرار گرفتن، من و شما فکر میکنی به هر قیمتی هر جوری شده باید حمایت کنیم. ثمرش این شده که مردم فکر میکنن ما داریم از همونها حمایت میکنیم. ما باید نظام رو تعریف کنیم. نظام بندگی خداست، نظامی که مسیر رو برای بندگی خدای متعال تمهید میکنه، نظامی که فاصله طبقاتی رو از بین میبره. این تعریف ما از نظامیه. ما از این داریم دفاع میکنیم، از این فلان مسئول بی درد دفاع نمیکنیم. ببینید فتنه ای که
در پیشه فتنه جنوب شهری هاست دیگه، شمال شهری ها تمام شد، این قیرتی ها رو راحت میشه جمع کرد از خیابون، اما اون کسی شرمنده زن و بچه چه بیاد تو خیابون دیگه نمیتونی جمعش کنی، اصلا نباید هم جمعش کنی، مگه شما حاضری جلوی محرومین بیستی؟ باید برگردیم به شعارهای انقلاب اسلامی، هیچ راه دومی نداره. خب حالا دوستان به نظر شما اینا سوپاپ های آخونده هستن که تو این شرایطی که مردم به جوش و خروش آمدن، الان نزدیک امروز دوم بهمنه درسته؟ یعنی 20 روز دیگه 40 سال میشه، 1979 تا 2018 39 سال میشه فکر کنم، و به اصطلاح مردم شاید برنامه های داشته باشن آماده بشن. بگذاریم از اینایی که تو فیسبوک هر کسی دیگه حالا با دوربین دستیش بیایید بیرون، جمعه نیایید چهارشنبه بیایید، چون من جمعه میخوام برم خونه مامان بزرگم، نمیخوام خیابونا شلوغ بشه، اینا رو شما ول کنید. ولی یه عده هستن که احیانا با برنامه دارن چی میکنن، برید نگاه کنید، وزارت امور خارجه آمریکا بیش از 1,000,000 دلار خرج همین چند روز تظاهرات کرده. پولو به کی داده؟ آقای جعفرزاده، مجاهدین، رضا پهلوی، اینا باید بیان بگن پول گرفتن نگرفتن که کجا خرج کردن. چون دیدید مثلا اون آقای شاهین نژاد قشنگ اومد گفت که آقا دیگه حالا به ما ثابت شده که اون جنبش سبز 88 از خارج راه به اصطلاح شروع شده و راهنمایی شده و مانتو نمیدونم اینقدر خریدن و تا چیز پارچه و اینا خریدن. یعنی اون موقع اگه دولت میگفت، اگه ما میگفتیم یه همچین چیزی اینجوری امکان نداره، خود جوش نیست، مردم فرشمون میدادن، میگفتن مأمور جمهوری اسلامی. و اما این ماجرای تظاهرات چند روز پیش براتون گذاشتم توی فیسبوک، نمیدونم این همه لینکارم زیر یوتیوب بذاریم یا دیگه خیلی شلوغ میشه. بعضی وقتا همین که ما میگیم اون وقت اگه کسی مشتاق هست میره پیداش میکنه. بارها گفتم اینجا مثل دبستان عمل نمیکنیم با دوستان که بیایم بگیم بعدم بگیم حالا بریم مشق بنویسیم، اینجا بیشتر مثل سخنرانی، مثل دو دانشگاه میایم یه چیزی رو عنوان میکنیم، اون وقت شما اگه دانشجو هستید برو پیدا کن، برو بجوی، به قول معروف زگهواره تا گور دانش بجوی. اینم از این ماجرا. و بله بیایم اینجا ببینیم که این ویدیویی که براتون گذاشتم، نوشتهایی که براتون گذاشتم چجوری است، و از این فرصتی که ما امروز خودمون هستیم و شما استفاده کنیم. و آهان، درباره اون ناخدای آقای علی بهبهانی دیدم که یکی از عکسا راجع به فرمانده ارتش ملی ایران بود. اولا دوست عزیز، شاه اشتباه کرد ارتش شاهنشاهی گذاشت، و الا هر مملکتی، هر ملتی، هر کسی که یک انقدی عقل داشته باشه، قد گنجش مرز داشته باشه، میدونه که ارتش، ارتش مردمه، ارتش ملیه. دلیلش هم برای که از مردم میارن، دلیل دومش این که از مردم حتی مجانی نیرو استفاده میکنن به عنوان حالا یا وظیفه یا به عنوان خدمت وظیفه و اینها میان چیز میکنن. این ارتش شاهنشاهی غلط بود، اینی که شما الان مینیسی ارتش ملی غلطه. من فکر نمیکنم جایی بینیسی نشنال آرمی آف سویدن مثلا یا نشنال آرمی آف مثلا آمریکا، دیگه میدونه که آقا آرمی مال یونایتد استیت آف امریکان، مال مردم. و اون آقایی که میگه من ارتش بودم، ایشون ارتش بوده که درجهشو از آخوندا گرفته، یا ارتش بوده زمان شاه، ارتش بودیه که زمان شاه ستوان بوده، سروان بوده، همینجوری به خودش درجه داده شده ارتش بود، یا ارتش بودی بوده که زمان شاه ارتش بوده، ارتش بود بوده. ارتش بودای زمان شاه، حتی سرهنگای یا تیمسارای زمان شاه الان 88-90 اینجوری سنشون. تبریک میگم با آقای امیر هوشنگ آریانپور، همین دیروز همین ویکند 88مین سالگرد تولدش بود. و این آقا تازه خودش توضیح میده، میگه من سرهنگ تمام نبودم، سرهنگ دو بودم، به دلیل اینکه تیمسار کم داشتن برای اونجا، منو اونجا از سرهنگ دو پروندن کردن تیمسار. اون وقت این دوست شما که میگه ارتش بوده،
دیگه ارتش بود بالاترینش بود دیگه، نه سپاه بود سرلشکر یا سرلشکر نمیدونم، در صورت این اون موقع چند سالش بوده که الانم هنوز هستش. و ایشون یک بار یا دو بار هی دوستان از من خواستن که باهاش صحبت کنم، قرار که گذاشتم، حتی بلد نبود سر موقع بیاد، حتی بلد نبود ساعت ترکیه رو با ساعت اینجا تنظیم کنه و اینها. و من گفتم ای داد بیداد، الان ما الان به یه آخوندی بگیم آقا ما به ساعت سوئیس به شما زنگ میزنیم، فوری رو کامپیوتر نگاه میکنه میگه آقا سوئیس ساعتش اینه، ایران ساعتش اینه، آمریکا ساعتش اینه و الی آخر. خب بیایم براتون ماجرای آقازاده های امام جمعه ارومیه، ببخشید اون موقع گفتم رضاییه، مثل که بعد اسمش عوض کردن گذاشتن ارومیه، و این همون آقای حسنیه که چه جوک ها برش گفتن، اصلا نمازاش جوک بوده، مردم بی صبرانه وای میسادن که این به اصطلاح برنامه جمعه بشه و این آقا نماز بخونه و چیزها رو بگه و اینا هم ازش جوک در بیارن و بخندن. نوشته که ماجرای آقازاده های امام جمعه ارومیه، اعدام و خودسوزی. حجت الاسلام غرام رضا حسنی سالها نمایندگی ولایت فقیه در استان آذربایجان غربی را بر عهده داشت و امام جمعه ارومیه بود. او از روحانیونی است که با وجود نقش گستردهش در سرکوب جریان درگیری های پس از انقلاب و هواداران آیت الله سید محمد کاظم شریعت مداری، نامش در دوره اصلاحات به خاطر سخنرانی های تنظامیزش به نامی شناخته شده در ایران بدل شد. میگه که پشت این نام اما ماجرای اعدام رشید حسنی پسر ارشد او با اتهام عضویت در سازمان چریک‌های فدایی خلق قرار دارد. در خاطرات حجت الاسلام حسنی که از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، او روایتی از اعدام پسرش نقل کرده است. پسر بزرگش رشید با رژیم شاه سخت مبارزه می کرد. دوران ستمشاهی که در دانشگاه تهران تحصیل می نمود یکی دو بار، اجازه بدید دوستان با وجودی که گفتم فیسبوک کاری ندارم، بذارید من این آقای دانیال توسی رو از فیسبوک اخراج کنم. دلیلش اینه که خود ایشون الان برداشته نوشته که صفحه کامنت من برای نوشتن نظرات شما نیست، و حالا فهمیدم که ایشون به این خاطر که بنده درباره ترامپ نظرم رو نوشتم، ایشون برداشته بنده رو به اصطلاح خواسته تو این سه روز برداره. من الان میام اینجا آقای دانیال توسی، ببین بازم نیستی، کجا هستی، چجوریه که شما از اونوری مینویسی ولی ما از اینوری نمیتونیم برای شما بنویسیم؟ نگاه کنید دوستان، نوشته اینجا، حالا قراره که دیگه ما با فیسبوک هم کاری نداشته باشیم، ولی اینم مثل اعتیاده، مثل تریاک و اینها باید یواش یواش از بدنمون بره بیرون. ببینید اینجا نوشته جناب سوربی، من آماده تماس می باشم، با شماره تلفن دستی من تماس بگیرید. اومده پایین ترش نوشته من درباره موضوع سیاست های دولت پرزیدنت ترامپ صحبت نمودم و شما یک سره و یک طرفه فوش های چارواداری نصیب وی می نمایید. مردک، دیوانه، احمق، این پابلیک فیگره. دیروز یا پریروز بود چند میلیون نفر تو دنیا راه رفتن، شما میخوای بری شعبون بیمخ بشی؟ یه جیپ چیچی بردار با دار دستت بیفت خیابون، تو که نمیتونی از اون دفاع کنی. وقتی از اون دفاع میکنی یعنی اون احمق نادان سفیه، اون یکی دیگه چیه که بچه هست مثلا باید ولیش باشه، صغیره، همین چیزی رو که شاه الله یا میگن آقا رضا، میگن آقا مگه تو وکیلشی؟ مگه وکیلش سفیه چیزش هستی؟ قیمشی؟ بذار بره خودش بیاد جواب بده. در هر صورت آقای توسی زرنگ بازی در آورده و این کار کرده و حالا منم میخوام از این ور بلاکش کنم که راحت باشه. اینجوری نیست اینجا که شما هر وقت دلت خواست بیای، هر وقت دلت خواست بنویسی، هر وقت خواستی هم بعد نن به اصطلاح پاک کنی دیگرانو بری یا علی مدد، حالا شما مسیحی هستی احیانا یا عیسی مدد، اینا رو من پاک کردم. بله اینجا می‌نویسیم بند، دیگه ایشون نتونه چیزی بنویسه، بند بند بند. بله خب دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. من
زحمت میکشم، این برنامه رو ردیف میکنم، از جیب خودم مخارجش رو میدم که بیام نظرات خودم رو بگم. اگه شما میخواین نظراتتون رو بگین، شما بیان جلو. اگه شما میخواین نظرات خودتون رو من بگم، باید پول برنامه رو بدید، پول وقت من رو بدید. من اولش و آخرش و وسطشم میگم این نظر من نیست، این نظر این احمق دانیال توسیه که فکر میکنه مسیحیه ولی هنوز نمیدونه که مسیح میگه تو حق نداری با کسی بجنگی، تو حق نداری کسی رو از مملکت بیرون کنی. یعنی این مثل ترامپ سرش کجاست؟ من الان بهتون نشون میدم، اونایی که دنبال آقای ترامپ میگردن و میخوان ببینن سرش کجاست، از وحش مرده که 1,000,000 نفر اومدن تو خیابون میگن که این اینجوری و اینها، از اون ور توییتر زده که بله مردم اومدن بیرون از چیز تشکر کنن. عجب بی ناموس این واقعا. اتفاقا ایمیل اومده بود که این داره میره داووس، میدونید یک کنفرانسی آقای ظریف هم اعلام کرد که نمیره، داره میره داووس، آیا این میشه مرد داووس؟ گفتم والا خبر ندارم مرد داووس بشه، ولی ایشون چون دایوس هست از همین الان مرد دایوس میتونه باشه. آقا خجالت بکش، حیا کن. حالا ممکنه $4 گذاشتی تو استاک مارکت، استاک مارکتت رفته بالا، خوشحالی چسبیدی در کونه، این منتظر باش که این استاک مارکت چنان با سر بیاد زمین که همتون شلواراتون کثیف کنید. بذارید من نشون بدم بهتون، بگم که این احمق کجاست و بالاخر. نمیدونم حالا توی مانیتور گذاشتمش یا توی دسکتاپ گذاشتمش. بله بفرمایید دوستان. این چیزی که آمریکا میکشه آزاده، بعد این مردک به من میگه شما حق نداری به ترامپ. من به ترامپ که توهین میکنم که لایقشه هیچی، به تو هم که احمقی توهین میکنم، برو هر غلطی میخوای بکن. بفرمایید دوستان، نگاه کنید ترامپ سرش کجاش رفته، برای چی؟ برای که شما نگاه کنید، کسی که آمد هی گفت من فردا فلان چی رو درست میکنم، پس فردا دیوار میکشم، بزرگترین دیوار رو میکشم، نه دیوار کشید، نه تونسته یه قانون رو، تنها قانونی که تونسته به اصطلاح چیز کنه این قانون تکس ریفورم بوده، که این تکس ریفورم، این پدرسوخته های دموکرات هم، ببین من به اینام فوش میدم، این پدرسوخته های دموکرات هم چون سودشون توش بوده، چون پول زیادتر از مردم معمولی میسازن، و این تکس ریفورم نه برای مردم عادی بوده، برای اینایی بوده که پول زیاد میسازن، اونا هم اوکی کردن، و الا تو همونم میموند مثل خر به گل، مثل شما که بلد نیستی، کسی که بهت احترام میذاره، میارتت رو خط، بهت وقت میده، احمق 3 دقیقه 2 دقیقه زنگ بزن، اولا بعدش تشکر کن که منو دعوت کردی، بعد من کی بیام، کجا بیام، من نوکر ننت نیستم که، نوکر ننت بابات بود. برو ببین. خب بیایم اینجا ببینیم که دیگه براتون چی بخونم. این آقازاده و آها خلاصه تعریف میکنه که آقای حسنی، شاید هیچ کم مثلا تا حالا نمیدونسته، توی خاطراتش نمیدونه، نوشته که بچه خودشو معرفی میکنه، به اونام نمیگه که پسر منه، میگه برید اونجا یه نفر هست میگیرنش دادگاه و اعدام میکنن، بعدم دخترش خودشو میسوزونه. حالا کسی بیشتر در این جریان ها هست، مخصوصا آقای عزیزان که مال همون منطقه هست و اینها، ما میدونید دیگه جغرافیامون خیلی خوبه، هر کسی رشتیه، گیلانیه، نمیدونم رودباریه، میگیم شمال، هر کسی ترکه میگیم اینا مال اون بالا هستن ترکن، نمیدونیم مال تبریزن، مال ارومیه هستن، مال در صورت اینا رو هم باطی کردیم، از بس ماشاءالله ما درسمون خوب بوده و از بس ماشاءالله در دوره پادشاهی این تاریخ و جغرافیا رو به ما خوب درس میدادن. بمانه یه دوستی نوشته که عرب ها توانستند حیوانات را تربیت کنند، ولی ما از دماغ فیل افتاده ها هنوز نتوانستیم رژیم حکومتی مناسبی برای خودمان انتخاب کنیم. اینو برای یکی از دوستان فرستادم که خودش تو همون خلیج فارس و منطقه عربا و اینا هست، گو آقا مگه عربا تونستن حکومتی رو برای خودشون انتخاب کنن؟ تربیت اسب و تربیت فیل و تربیت حیوانات، شما مثلا درباره سگ که میخونید، سگ برمیگرده به نمیدونم چندین هزار سال پیش، که این همیشه شبان یا چوپان از این سگا
استفاده میکرده به عنوان سگ چی میگن گله. اینی هم که شما میبینی مثلا تو کلیساها شبان دارن، اونا شبان دارن، شما هم برههاشون هستین و این وسط یه سری سگ هم دارن. سگاشون مثل آقای دانیال توسیه، سگاشون مثل آقای علی ترابیه، که با وجودی که میرن اونجا زانو میزنن، میرن اونجا ببخشید حالا دیگه این کشیشا نمیگم چی کار میکنن، بچه هاشون چی کار میکنن اینا، ولی بیرون اینا شعبون بیمخه، اون شبانه هستن. درست این همون والا سگ گله یک کاری انجام میده، احترام قائله. میدونید این سگای استرالیا هست، سفید و سیاه هستن، تو شیراز و تهران، تو ایران هم زیاد داشتیم. اینا اصلا با چشش دستور میده به بره، میگه برو توی آغولت یا برو توی نمیدونم استبلت فلان اینها، و 2000-3000 بره رو میدوه از این ور به اون ور، از اون ور به اون ور. اینا بوده تربیت فیل که مثلا توی هندوستان تمام کارهای ساختمونی که دروغه، اون موقع تمام بیشتر حمل و نقل چیزای سنگین درخت اینها فیل انجام میداده. یه آدم هندی که گرسنه بوده یا نه، این کاری به عرب بودن نداره. حالا این اسب عربی رو ببینیم که به اصطلاح هم موضوع عوض بشه، هم از خری مثل دانیال توسی ببرمتون سراغ اسبی مثل این اسبی که اینجور برای شما رژه میره، اینجور قدم ور میداره و الی آخر. بفرمایید نگاه کنید. بله، اسب عربی میدونید اولا تو دنیا معروفه، همینجا وقتی اسبا رو میخوان بخرن و بفروشن اینها میگه این اسب عربیه و الی آخر. بله، من صداشو میبندم. دوستانی که تو آمریکا هستن اگه یه وقت طرفای نورت کارولینا و ساوت کارولینا رفته باشن، اون خانمی هست که سینه های بزرگی داره و قنبل بزرگی داره و خواننده چیز هست، یک برنامه‌ای درست کرده بهش میگن استمپیدی هم چیزی، اسبا میان نمایش میدن جنگ شوالیه و فلان و اینها. این تربیت اسب و رقص اسب و اینا تو انگلستان هم هست، توی مسابقات به اصطلاح اسب سواری و اینها هم هست که یه سریشون فقط میدونن و از لحاظ سرعت برنده میشن، یه سریشون از لحاظ نمایشی مثل اینجا که الان ببینید این زنه دیگه، نه ما که فیلمه اینقدر بعد کیفیتش درست نمیبینیم، این خانم چجوری این رو ببیاره بالا. دلیلی که من نمیدونم زنه یا مرده، درست موهاش بلنده، ولی میدونید اینایی که از سوار هستن خیلی آدم های کوچولو و لاغری هستن که خود لاغر بودن اینها، خود کوچولو بودن اینها زیر سؤاله و میگن که اینها یک به اصطلاح سختگیری های خیلی بده، شاید نمایش قشنگیه برای اونها و ولی ربطش رو با به اصطلاح حکومت انتخاب کردن و اینها، مخصوصا عربایی که الان تمام کشورها همشون یکی از یکی دیگه داغونتر، من اینو قبول ندارم. اینجا نوشته که تولد نوجوان 88 ساله در میان دوستان، من باز هم به آقای آریانپور تبریک میگم و امیدواریم 108 ساله و 128 ساله و اینها رو هم ببینیم. اینم از این ماجرا. و اما شما هم تا دستتون درد میکنه، پاتون درد میکنه، یه جایی میگید، دوستان فوری قرص بهتون میدن یا نسخه میپیچن براتون، آقا سی رو اینجوری کن، آقا نمیدونم اون یکی دیگه چیه، زنجفیل و زنجبیل، درسته نه؟ زنجبیل رو یا زنجبیل نمیدونم، اینجا میگن جنجر، این همین نوشابه جنجره کانادا دارای جنجره، این هم میگن یه مقداری از اون داخلش هست و وقتی شب خیلی خوراک خوردی اگر دلت سنگین شده اونو به نوشی به اصطلاح کمک میکنه. و ماجرای زردچوبه و عسل، و من دوستانی دارم که مثلا آب و لیمو و اینها میریزن میذارن، بعضی هاش میذاره برای آفتاب بعد میاد تصفیهش میکنه، بعضی ها میگه تخمر رو اینجوری کن، بعضی ما امروز گفتیم که سرما خوردیم خوب نمیشیم و اینها، هم آقای خسرو بهرامی هم آقای مهدی تبریزی لطف کردن گفتن که عسل با، یکشون گفت با آب لیمو، یکشون گفت با سیر. میگن دوستان سیر نپخته باید بخوری، دوستان شمالی اینو خوب بلدن، با گله نپخته، سیر نپخته اینها، ولی هم تلخه هم وقتی خوردی تا دو سه روز باید به دوستان
این جوک است، جوک هم نیست. در اون مثلا میگه دوری و دوستی باید از دور دوستشون باشی. در صورت اینجا نوشته که معجون زنجبیل، زردچوبه و عسل، تمامی اعضای خانواده همسایه ما چند روزی رو با علائم شدید سرماخوردگی از جمله عطسه، سرفه، گلودرد آزار دهنده سپری کردن. اما من با کمال تعجب دیدم که خانم همسایه به جای رفتن به پزشک به سوپر محله رفت تا مواد لازم رو برای تهیه معجون. این داستانایی که می نویسن منو عصبانی میکنه. ببینید این آقا یا خانم هر کیه، اولا میدونه همسایه‌ها همه مریضن، بعد میدونه خانمه نرفته دکتر، بلند شده رفته آقا مکتوب میافتی دنبال زن همسایه‌تون، میدونه آقا مثلا یه دسته گل بیا بنویس دوای سرماخوردی. من نمیدونم شما هنوز تو کلاس 4 و 5 هستی که انشاتون باید کوفتی بشه دو صفحه تا نمره بگیری. این مزخرفات چیه؟ تمامی اعضای خانواده همسایه ما مریض شدن ولی زن همسایه نرفت دکتر، شاید رفته دکتر، دکتر بهش گفته برو سوپرمارکت. ما با دیوونه هستیم، ما یه مش آدم های روانی هستیم. شما این آقا ببین میخواد بیاد مشکلات دنیا رو به اصطلاح چی میگن تجزیه و تحلیل کنه، هنوز طرز استفاده از کامنت فیسبوک، طرز استفاده با برخورد با این آقای کاظم رنجبر. یه شعری میگو خیلی قشنگی، بزنید پیداش کنید، ای بسا دوتا نمیدونم کرد و لورو که همدیگر رو نمیفهمن و وی بسا چند تا که همدیگر رو میفهمن، اونا زبون همو نفهمن، اون یکی زبون همو بفهمه. شعر بسیار زیبایی. اینم هم همین ماجرا. در هر صورت اینه، میگه اگه سرما خوردین، اگه مرض دردای بیدرمون گرفتید مثل سوربی، مثل دیگران 6 هفته هست مریض هستید، حتی آنتیبیوتیک خوردید ولی مثل آلرژی گلوتون در میگه، صوبا کلتون دونگه، اینا اصلا اینجا تبلیغ میکنه تو تلویزیون و رادیو، میگه الان سر تا سر آمریکا فلو گرفته، فقط هاوایی هست که فلو نگرفته، اونایی هم که میرن هاوایی که ما فلو نگیریم که براشون میرسن 10 دقیقه دیگه بمب اتم داره میاد، اون بدبخت هم اینجوری میترسن قالب توی میکنن. و اما میگه حالا از در آنجا چشم میخورد، بله خلاصه این همینجوری آقا وایساده دم در، اون خانم رفته سوپرمارکت، بعدم رفته این چیزها رو تو خونه درست کرده، این تو خونهشون هم دوربین داشته نگاه کرده و اینها، و حالا هم وایساده دیده همه خوب شدن و هیچ خبری نیست. میگه که مواد لازم برای نصف فنجان عسل، 2 قاشق غذاخوری. میدونید اینجا قاشق چایخوریه، ما با قاشق مرباخوری اینا فرق میکنه، مثلا اینجا قاشق چای تیسپون قاشق مرباخوریه تو ایران، ولی اینجا وقتی میگه اصلا اینا قاشقای کوچیک اونجوری ندارن که ما تو ایران داشتیم برای این استکانای فسقلی کمرباری و اینها. بماند مواظب باشید وقتی میگه غذاخوری، پاپدیال قاشق معمولی، 2 قاشق غذاخوری عسل، زنجبیل تازه رنده شده، دو تا چهار قاشق مرباخوری و یا پودر زنجبیل 2 قاشق مرباخوری، زردچوبه 2 قاشق مرباخوری، لیمو ترش رنده شده و یا خرد شده با پوست 1 عدد، فلفل سیاه 1 قاشق مرباخوری. طرز تهیه این معجون بسیار ساده است. تمامی مواد را در ظرف شیشه‌ای دردار مخلوط کنید، 2 قاشق غذاخوری به آن آب اضافه کنید، در شیشه را بسته و به مدت 3 ساعت در یخچال نگهداری کنید. روزی 3 نوبت صبح و ظهر و شب 1 قاشق از مخلوط را به لیوان آب یا در نبود تب به شیر کم چرب اضافه کنید. بله دستان این نسخه است، اگه کسی میخواد براش بفرستم. اینم از این. و اما دوست ما مجید قرار بود که بیاد اون برنامه اینستاگرام و اینها رو کمک کنه، متاسفانه یک کاری براش پیش اومده، البته یک مشکلی، امیدوارم که اون مشکل برطرف بشه و این با شادی و سلامتی اون به اصطلاح فامیلش، پدرش بنده خدا حال خوبی نداره، ولی خبر خوب امروز برام فرستاد که حالش بهتر شده، امیدوارم از اینم بهتر بشه و مجیدم به زودی به جمع ما بپیونده. اینم از این. برگردیم دوباره روی این برنامه تودی، برنامه زنده، و خواستم ساعت نه شاید با این آقای علی بهبانی هم ما باید قرار بذاریم،
ببینیم آقا شما میخوای با فیسبوک تماس بگیری، میخوای با اسکایپ تماس بگیری، یا من از اینجا به تلفن بزنم. من وقتی تلفن میزنم، حالا تلفن ها ارزونه ولی بالاخره یه مبلغ کمی چارجمون میکنن. اسکایپ مجانیه، فیسبوک مجانیه، و اتفاقا خود ایشون فکر کنم گفته بود اگر چیز باشه که کمک کنن، حمایت کنن. دوستان این کمک و حمایت رو فراموش نکنید. من بهتون گفتم از یه نفر دعوت کردم که بیاد، بعد گفت که من یه ویدیو هم دارم، من نگاه کردم ویدیو خوبی پخش کردم، بعد براش نوشتم اگه شما هم امکان داره حمایت کنید. گفت برای من اخلاقا درست نیست. گفتم یعنی چی؟ ما داریم یه کار مجانی برای شما انجام میدیم. حتی داوطلب که میاد تو خیابون کار میکنه، آدم در خونه رو باز میکنه میگه آقا اگه زمستون چایی قهوه ای چیزی میخوری، اگه تابستون آب سردی چیزی میخوری، بعضی وقتا حتی میگه احتیاج به دستشویی نداری، طرف تو خیابونه. حالا ما نگفتیم میخوام بیام تو خونتون بریم دستشویی، گفتیم آقا اگه وضعیت خوبه، اگر دستت به دهنت میرسه حمایت کن تا این سکو رو باز بذاریم، افراد تندروی مثل دانیال طوسی بیان بیرون تا شما ببینید چه افرادی رو ما تو جامعهمون داریم. هی نگید ما دموکراسی میخوان، اینا رفتن دنبال یه بچه دیکتاتوری که دارن دیکتاتورش میکنن، کسی که دکترش الان معلوم شده داره دروغ میگه. این آقا وقتی اومده تو وایت هاوس اونا رو هم خراب کرده، اونایی هم که اونجا بودن، دکتره داره دروغ میگه. 239 پوند کجاست آقا؟ این قد 6 و 3 نیست. این تنها کسیه که به جایی که پیر که میشه قدش کوتاه میشه، قدش بلند میشه. حتما چون مال یک کره دیگه هست، اون نیروی جاذبه اون کره داره اینو میکشه، و الا همه من و شما قدمون کوتاه میشه. همه من و شما تا آخر اون دماغامون دراز، گوشامون دراز، برای که این دوتا عضوی هست که به اصطلاح همینجوری ادامه میده. حالا دیگه چیزای دیگه تون میخوان دراز بشه، زنگ بزنید از تلویزیون های ایرانی، قرص بهتون میدن اونجاتون دراز بشه، قرص بهتون میدن اون سوراختون تنگ بشه، قرص بهتون میدن نمیدونم فلان. این دروغگو، این شالاتانه، اون وقت خجالت آوره که شماها اصلا میگم اگه بگم سگ گله، توهین به سگ گله. بهتر اینه که هم بگیم شما هم مثل شعبان بیمخ افتادید تو این چیزای عمومی. و یه دلیلی که من اصلا نمیخوام با این فیسبوک اینها باشم همینه که اصلا تلف کردن عمره، چون ما از این بهرهی نبردیم. بهتون اون روز گفتم حتی اون یکی که دو شما گفتن سننار سه شایی کمکمون میکرد و یه پولی از این یوتیوب حالا 60 دلار 100 دلار در میمد، اون نوشته آقا تعداد بیننده های برنامه شما، ویدیوهای شما کم شده. میگم خب من میدونم، ما اومدیم اگر 1000 تا هست 300 تاش کردیم تو این سوراخ مردم تیوی فیسبوک، 300 تاش کردیم تو این سوراخ فیسبوک صفحه شخصی خودم، 400 تا رو نگه داشتیم. اون هارون‌زاده ها میگن که ما اینو دادیم به تو مجانی که هر روز بدوی بیشتر برای ما بیاری، حالا که کمتر شد پول همین 400 تا هم بهت نمیدیم. خب این برای من ضرره، الا این که یه نفر مثل آقای علی بهبهانی با وجودی که توی تبریز توی ترکیه است، امکان از لحاظ مالی احیانا وضعش مثل من و شما نیست توی آمریکا و کانادا باشه، اون میاد میگه آقا من میخوام حمایت کنم. حمایتم اینجا اینجوری نیست که من برای من یه رویز بخره یا برای من 100,000 دلار بده. اگه بده که ممنون میشیم. آقا 30 دلار 20 دلار 50 دلار، ولی همین میگه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. پس حمایت رو فراموش نکنید. این از این. خب انون کالر رو بعد از برنامه گوش میکنید. یه آقایی زنگ زد به آقای حسن ماسالی، حالا یا تصادفاً یا عمدن شمارش افتاده بود. بعد آقای ماسالی گفت آه اینا چی هن؟ خب من برنامه گفتم، نظر خودم رو گفتم، من 60 سال عمرم رو در این راه گذاشتم، دارم نظرم رو میگم. تام بیا نظرتو بگو، چرا فوش میدی؟ ما به این آقا زنگ زدیم. اولا فکر کنم شیرازی متاسفم، دوما خوشبختانه شیرازی که از شیرازی بودن خودش خجالت میکشه، چون شیرازی که از شیراز بودن خودش خجالت میکشه برای اون شرمساری، برای ما افتخار که این جز ما نباشه. این یکی. بعد من بهش زنگ زدم، حالا فکر میکنم اونه. از روزی که به این زنگ زدم زنگ میزنه، برنامه رو داره گوش میده،
تلفن میگیره جلو اون برای من پیام میذاره، من تا اینو میشنوم قطعت میکنم، حتی اگه وسط شما حرفی زده باشی قطعش میکنم، یعنی اصلا گوش نمیدم، وقت ندارم که بیام صحبتای رادیوی یک دیگه، رادیوی خودمون، رادیو تلویزیون خودمون رو، برنامه خودمون رو برای خودمون پخش کنم. و من نمیدونم واقعا فقط یه دیوونه میتونه یه همچکاری انجام بده، یه احمق، یه نادان میتونه همچکاری انجام بده که وقت خودش رو تلف کنه بیاد بشینه صدای یه برنامه رو برای من بذاره و منم تا میشنوم پاکش کنم، دیلیت، پاکش نمیکنم. پاک کردن یعنی یه لیفو صابون بهش میدن، میدن سطل آشغال، اینم انون کالر اینا، فعلا برم سر سطل آشغال تا در فرصتی دیگر. ولی همون آقا اگه میخواد صحبت کنه، اگه میگه حرف من تحریف کردی یا آقای ماسالی دروغ میگه، اون به من زنگ زده، برنامه بگیره نیم ساعت بیاد حرف بزنه. تو نیم ساعت هم من ساکت، برنامه مالمونه. من آقا چمنارا ویدیو نمیسازه، ویدیو شما میبینید ولی من حق دارم، میرم زیر ویدیوش مینویسم آقای چمنارا شما نمیتونی از یه ور هی بگی قانون اساسی، از یه ور بگی قرآن. این مسیحیان تو کار خودشون موندن، برای همینه میگه separation of church and state، ولی دروغ میگه. برو سوپریم کورت بالاش حضرت موسی و عیسی ده فرمان گرفتن دستشون. خب تا اگه طبق ده فرمان میخوای حکم کنی، حکومت کنی، دیگه دموکراسی یعنی چی؟ اینا موندن توش. حق من دارم که اونجا بنویسم. بله یه روزی اگه فیسبوک اجازه داد شما کامنت رو دیسیبل کنی، دیسیبل کن. شما میتونی هر بار که من می‌نویسم بیای اون نوشته منو ورداری، میتونی منو بند کنی، میتونی منو دیلیت کنی، ولی اینجوری هی نرو بیا، هی بیا بگو من حاضرم، میخوام صحبت کنم. صحبت کردم برو برای ننت صحبت کن، برو برای عمت صحبت کن. ما خیلی مشتاقیم پشت چشمون، اون وقتا میگفتن پشت چشمون بازه، پشت چشمون بازه یعنی خوابیدیم، چون اونی که چشم انتظاره چشم اینجوری باز میکنه که ببینه. در صورت من نمیدونم یه مش دیوانه ای ریختیم به هم، هممونم فکر میکنیم ما خدا هستیم، استاد و نمیدونم علامه دهر هستیم. تولد ایشون رو تبریک گفتم، معجون زنجبیل و اینها رو گفتم. دورای دکترای بین المللی مدیریت یه نفر برای من فرستاده، اگه کسی میخواد بره 20 دانشگاه برتر، حالا بالاترین اتحادیه اروپا، رتبه 117 دانشگاه های برتر دنیا و بیش از 700 سال خدمت، اینا برای شما آیتونی اینا میگیرن. منم براشون نوشتم اگر میخواین آگهیتونه بدید به تلویزیون مردم، گفتم بهتون با آقای نژادم گفتم که اگر میخواین اون برنامه فوریه برای من فرستاده بود، آقا اگر میشه اینو پخش کن. گفتم آقا میشه پخش کنی، شما اگه میشه دست کن تو جیبت پخش کن. یه ویدیو رو با هم ببینیم که ببینیم فقط اوضاع در ایران خراب نیست، دنیا متاسفانه بد شده. این نمیدونم این کشورهای شرقی کجاست، چون اون کسی که برای من این ویدیو رو فرستاده متاسفانه نگفته که کجاست. و با هم ببینیم، حالا حسنش اینه که همه جا این روزها به قول معروف اون وقتا میگو ما مسلح به سلاح الله اکبری، الان دیگه همه مسلح به چی هستن؟ این دوربینای، بذار این تصویر بهتری بهتون بدم، 4:3 میام اینجا، دوربینای کوچولو که همه جا هست. ببینید این ماجرای گاو و این تریلر و اون ماشین و اینها، من گفتم خدای این چیه؟ حالا خودتون با هم ببینید. 58 ثانیه است. گاو بیچاره رو، خب بگو الان یه ماشین بزرگتر می آوردی، گاو بیچاره رو کرده تو، داره با زور میکنه تو این ماشین کوچولو که حتی در بسته نمیشه دیگه، حالا با خودکشون و اینا. دلیلی که گفتم این کشورهای چیزه برای که راننده سمت راست نشسته، حالا انگلستانه یا کشورهایی که ماشین اونوری میرونه، هندوستانه، نمیدونم. در هر صورت اینم از این ماجرا، ممنونم از دوستی که این ویدیوهای
خوب رو میفرسته که ما هم بتونیم اینا رو به دوستان نشون بدیم و ببینیم که واقعا گر حکم شود که مست گیرند در شهر هران چه هست گیرند. یعنی این ماجرای بد بودن و دزدی و اینها فقط منحصر به ایران نیست و متاسفانه دنیا با این مشکل روبرو هست. اتفاقا همین دوست ما که خیلی منطقی هست گفت من چند سال پیش وقتی رفتم ایران دیدم آقا هر جا میریم و میان یه کسی میاد میگه آقا چرخ ماشین همون دزدیدن، اون یکی میاد میگه رادیو ضبط همون دزدیدن، خود این مثلا فامیلاش که بردنش گفت وقتی اومدیم بیرون دیدیم چرخ همون رو دزدیدن اینا. گفت من به اینا گفتم خب خود شما هم کمک میکنید. گفتن چجوری؟ گفت بابا الان که دوربین و اینا ارزونه و اینا رو اگه بذارید خود به خود اگر شما اینجا دوربین بذارید دزد اینجا نمیاد میره اونورتر، اون اونوری اگه دوربین بذاره میره اونورتر، اون دور یعنی کارشو مشکل کنید. من یادمه تو آلمان که بودم همینجا هم همینجوره، اگه شما ماشینت رو کلید داخلش بذاری دزد بیاد ببره، بیمه وقتی میخواد به شما پول بده، اولا بعضی وقتا که جریمه میکنه پلیس، بیمه وقتی میخواد به شما بده پول کامل ماشین رو نمیده، میگه شما هم کمک دزد کردی، یعنی حقیقتا یه جورایی به اون کمک کردی، نردبون رو بردی اون رفته بالا، شما کلید رو گذاشتی اون برده. خیلی مواظب باشین. اینم از این یه فیلمی هم در همین رابطه فرستادن که یه ماشینی گویا تصادف کرده و مردم ازش چی میدوزن. گفتم آقا نمیخواد بری کشورهای دیگه. خود بنده جوان بودم، بچه بودم، پدرم با این تانکرای نفتکش داشت اون موقع از اهواز و آبادان اینا، اون موقع هنوز شیراز پالایشگاه نداشت، نفت می آوردن، جاده یخ زده بود، لیس خورده بود، رفته بود افتاده بود پایین توی دره، اون گودیون هم گفتن دره. بعد مردم به جایی که بیان اینا از توی ماشین بیارن بیرون، شروع کرده بودن نفتای نفتکش رو با آفتابه و سطل و بشکه و اینها میدوزیدن میبردن. یه دوستی این آقای کیه اسمشم یا پرویز کوپای فکر کنه کوپایه، نوشته بود که اینجور اونجور. گفتم آقا شما نوشته هات زد و نقیزه، شما امروز میگی از موقع آخونده اومدن ما بد شدیم، میگن قبلش خوب بودین، میگی بله، خودت ور میداریم این نیستی که فردوسی نوشته که به یزدان که ما گر خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. میگم خب پس هزار سال قبلم بد بودیم. میگه بله، ولی از موقع اسلام اومده ما بد شدیم. میگم خب قبل از 1400 سال پیش زرتوش، داریوش، کوروش اینا نگفتن که ما دروغگو هستیم؟ میگه چرا؟ میگم خب آقا چه خوب بودی؟ شما شدید ترامپ احمق که میگه من میخوام آمریکا رو great again دوباره بکنم به اصطلاح عالی. همه میگن آقا این عالی که میگی کی بوده؟ تاریخ داره دیگه، شما 245 سال اینجا آمریکا یه نوجوانه دیگه، به ما بگو کی بوده؟ موقعی بوده که شمال و جنوبش می جنگیده، موقعی بوده که سفیدا سیاه‌پوستا رو داشتن مجانی ازشون استفاده میکردن، زن و دخترشون هم استفاده میکردن. همون جفرسون برید ببینید که فامیلای سیاه‌پوستی که از خودش باقی گذاشته الان هنوز در هنوز دعواست. کی آقای ترامپ؟ اون نمیخوام بگم همه احمقا، اون نادانی مثل دانیل توسی که دنبال کونه این هست، اون آقای حمزه پوری که دنبال این هست، شما بگید که، چون میدونید که اون دروغ میگه، چون میدونید که نمیتونه اینا حتی گریتی که امروز هست نگه داره، چنان اینجا رو دو قسمت کرده، چنان اختلافات زیاد کرده که هنوز بعد از یک سال تظاهرات تو خیابونای واشنگتن و شیکاگو و هر جایی که شما بگید. اتفاقی که از بینندگان اون روز نوشته بود که آقا فردا تو شیکاگو برنامه هست. گفتم بله، شیکاگوی زیبا، این شیکاگو خیلی بد بود ولی خوب شده. توصیه معتبرترین روزنامه آمریکا به ترامپ، مدیر ناظر بر صدای آمریکا و رادیو فردا را تغییر دهید. آقا 100 نفر تا حالا اومدن، اون آقای تیمرمن اونم بود، آقای فخرآورم بود، شکایت کردن و فلان اینا. شما متوجه نیست سیستم وایس آف امریکا برای شما نیست، سیستم وایس آف امریکا بابا تو اسمشه، صدای امریکان، صدای امریکا دوست شما نیست، صدای امریکا دوست بشکه نفت ارزونه.
کی میخوان بفهمین؟ حالا یه بیان مقاله برای من بفرستین، توصیه فلان، توصیه میکنن. بعد به اون میگه آقا اگه ما این صدای آمریکا رو واشتیم یه درست حسابی آوردیم، به خانم ستاره درخشش گفتیم برو خونه، یکی آمد به مردم روشن چیز کرد، که بگه اینا فردا نفت رو ما نمیدن 30 دلار 40 دلار 60 دلار، نفت رو که برای ما نمیارن وسط کشتی قاچاق به وسط دریا قاچاق به اون بدن، نفت رو میخوان به قیمت 200 دلار بفروشن، اون وقت ما نمیتونیم، ماشین ما رو کسی نمیخره، ماشین چینی و ماشین کره‌ای و ماشین ژاپنی فروش میره. پس اینا دوست اینا خونده هستن. حالا شما و من هی اینا رو برای همدیگه زرت و زرت ارسال کنیم تا اسهال بگیریم. توصیه معتبرترین روزنامه آمریکا به ترامپ، مدیر ناظر بر صدای آمریکا و رادیو فردا را تغییر دهید. به گزارش پایگاه خبری امروزنما، با فروکش کردن اعتراض همین آقای امروزنما، خود این جزء همین وایس آف آمریکا بوده. حالا چون دیگه باشون کار نمیکنه و اینها، این خبرها را میده. وفا چی اسمش؟ آدم خیلی خوبی هم هست. با فروکش کردن اعتراضات در ایران، رسانه‌های آمریکایی به انتشار مطالب علیه عملکرد بخش فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا را ادامه می‌دهند. چه جمله غلطی. روزنامه وال استریت ژورنال، معتبرترین و پرتیراژترین روزنامه آمریکا، سرمقاله خود را به عملکرد صدای آمریکا و رادیو فردا اختصاص داد و در این زمینه توصیه‌ای نیز به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کرد. همینجا بسته. مگه این احمق توصیه چیزه قبول می‌کنه؟ هیچ. شما ببینید چه وقتا تو شیراز اونایی که از ما پیرتر بودن به جای تئاتر میگفتن تئاتر، میگفتن ببین چه تئاتری داد، چه تئاتری تئاتری در آورده. شما ببینید مردک سه‌شنبه میگه که من اصلا به این بچه‌هایی که اینجا پدر مادرشون آوردن میخوام یه قانونی بذارم، اصلا I love them، من دوستشون دارم. بعد اون خانمه میگه خب پس کاری به چیز نداشته باشه، قانون اون جدا باشه. بعد میگه بله. بعد اینوری میگه که آقا این نمیشه. بعد میگه حالا شما بنویسین بیارین، من فقط میخوام امضا کنم. دور خوشش میاد هی اسمش اینجوری 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 مثل نوار مغز امضا کنه. میبرن اونجا 12 ظهر زنگ میزنن میگن ما داریم میام، میگه بیام. 2 میرسن اونجا میگه نه من امضا نمیکنم. دیوانه است. اون مسئول دفترش اومده میگه که آقا این ان این فرم، آقای دانیال توسی شما به من زنگ نزن، زنگ بزن به وایت هاوس، اینقدر اینفورمیشن تو گوش تو مغزت مونده که گوشات دراز شده، زنگ بزن به وایت هاوس اونو اینفورم کن. ما که داریم میبینیم چه کثافتیه. میگه این ان اینفورمه، وقتی که این اینفورم بوده، وقتی که میگه من دیوار میکشم، حتی نمیدونه که جنوب آمریکا کجاش آبه، کجاش کوهه، کجا میشه دیوار بکشی، کجا دیوار نکشی. بعد این آقای دانیال توسی میاد میگه که یک نفر نمیتونه بدون اجازه داخل کانادا بشه خارج بشه، ولی خود خرش نمیفهمه. من کانادا دیوار داره، دیوار نداره که. چیزی که هست وای نمیسین، میخوای بیای دوزدکی برنامه من 3 دقیقه حرف بزنی و بری؟ مگه کانادا دیوار داره که به قول شما نه یکی میره نه یکی میاد؟ ولی میخوام بهت بگم خیلی نفهمی. کانادا شبا این چیز شیره های درخت چی بهش میگن؟ سیروپ که روی چی میریزن. طرف قاچاق ور میداره، ماشین چراغ خاموش از مرز رد میشه میاد اینجا، ملت پیاده میان اینجا، ملت پیاده از این ور میرن اونجا، الکی میان به مردم. اون بیچارهایی هم که نمیدونن فکر میکنن شما چون 2 تا آمار درست دادی 8 تا آمار غلط قاطیش میکنی به خورد مردم میدی. نداری اصلا کسایی مثل این دوست من که دیروز اومده بود اینجا، نداری که آقا یه آدم باشه منطقی باشه بگه آقا اینجوریه اینجوریه اینجوریه، طبق این طبق این طبق این، امیدوارم که این آخونده دوزاریشون بیفته. ولی اون طرف میگه آقا نه مهم نیست، اینا رو ما با بکشیم. خب برو بکش، برو بکش. برگردیم با اون کپیتال پانیشمنت. به ایشون گفتم که من با وجودی که مخالف کپیتال پانیشمنت هستم، ولی درباره یک کسی مثل این دیوانه سید دلغک اگر بخوان اعدامش کنن، 3 بارم اعدامش کنن، هیچ مشکلی ندارم. توی این فیلمی که بعد از برنامه خودم براتون نشون میدم، اسمش هست عنکبوت، مثل که این ماجرای عنکبوت، مثل که این میدونی مثلا بعضی وقتا میگن سریال کیلر اینجا، یا بعضی وقتا میگفتن قطرهای زنجیری. حالا این رو گفته بودن ماجرای عنکبوت.
توی اون نشون میده و یکی از اینا که پدر یکی از این زنایی که کشته شده پیرمردیه بیچاره، میگه که اینو نباید اعدامش کنی، اعدام یه دقیقه راحت میشه میره. میگه ما 16 تا خانواده رو باید ببرید اونجا، به هر کدوم بگید این تا زنده است هر بلایی میخواین سرش بیارید که ما استخونشو بشکنیم، سرشو بشکنیم، دندهشو بشکنیم، زجرش بدیم. البته خب اونم اون وقت شما هم شدید مثل اون. این ماجرای کپتال پانیشمنت اینجا هست. خیلی به اصطلاح چیز زیادیه. آقای هوشنگ شیرازی سلام میکنم به شما، و اگر اون پروگرامو به اصطلاح استفاده میکنی و تونستی که فبه ها چه بهتر، اگر نتونستی من همونجوری که قول بهت دادم، نه به این خاطر که از من خریدی و از به اصطلاح سیستم ما رو حمایت کردی، اگر شما کارهای دیگه هم داشته باشی و من بلد باشم، نه فقط برای شما که همشهریم هستی یا دوستم هستی، حتی اونایی که دشمن هستن، حتی اونایی که با من مخالفن، از خودشون سوال کنی. خودشون میگن آقا این سوربی با وجودی که با ما مخالفه، ولی هر وقت کمکی خواستیم کمکمون کرده. یکیش این احمق نادان آقای شهافر بود، مردی که دیوانه آدم بود، اومد اینجا پرو فخرآور نمیدونم وحشی شد. این همیشه به من زنگ میزد تشکر میکرد، عیبی داشت، ایرادی داشت، عکس میگرفتم نشونش میدادم، راهنماییش میکردم. اومد اینجا به من گفت که خب میام شما رو میبینم. گفتم اوکی، به من خبر بده. بعد به من خبر بده keep me posted. بعد مرده که بلند شده رفته استرالیا، بعد میگه من اومدم شما نیومدی جلو. میگم مگه من سرویس فرودگاه دارم که بیام جلو شما؟ من جلو فامیل خودم نمیرم. زنگ میزنم میگم با ماشین سوار شو بیا اینجا، به جای که من برم و بیام $30 $40 میدیم به تاکسی میارتش. این مش آدمای روانی دیوونه هستی. در اصل برگردیم به آقای هوشنگ شیرازی، تشکر میکنم ازش، و اگر اشکالی چیزی بود، نه فقط در رابطه با این وید بلاستر، ویدیو بلاستر، درباره چیزهای دیگه هم اگه بلد باشم در خدمت شما هستم. و اما شما هم نظراتتون رو بنویسید، شما هم زنگ بزنید نظراتتون رو بگید، من تو برنامه ها پخش میکنم. ولی زودتر از برنامه آینده زنگ بزنید که من وقت داشته باشم گوش بدم، ببینم مثلا آقای خسرو بهرامی درباره این کشتی سانچی میخواد صحبت کنه، آقای علی بهبانی درباره مثلا نیرو دریایی اینا صحبت کنه. یه مقاله اینو نوشته بود خیلی قشنگ، نوشته بود منی که تو آب هستم و تو دریا هستم میدونم اگه کسی میخواد شنا کنه، اگه بتونه زیر آب شنا کنه سریع‌تر میره، چون دیگه اون بالا برخورد با آب نداره، توی آب رو میشکافی میری. خیلی قشنگ بود مقالش. البته گفت مشکل اینترنت و اینها دارم، حالا سعی میکنیم یه جوری اونو حل کنیم، افرادی مثل اینا بیان مهمون باشن، حتی اگه مخالفن نظر بگن، ولی من اگه به تو اجازه میدم مخالف بیای تو برنامه نظر بدی، تو باید خیلی احمق باشی که من اگه اومدم به ترامپ گفتم این شارلاتانه که همه میدونن شارلاتانه، منو بلاک کرده باشی، بعد دوباره روزی که برنامه دارم برگردی با پررویی کامل بیای تو برنامه. منم بهت میگم بفرما، حتما بفرما. بله، Today's World View میگه که Will Trump become a Davos man؟ اینو بذارید بندازیم سر انگلیسیمون و بگیم که این نوشته که آیا ترامپ میشه آقای دایوس؟ ما بگیم بله میشه، این افتخار رو بهش بدیم. این داووس همون جاییه که میرن الان وزیر ایرانم آقای ظریف گفته من نمیام، و میگن این کارش درست نبوده که درست یک روز قبل به اصطلاح این کار کرده. این رو هم ور میداره مثل عروسک هی میاره بیرون. این کسیه که ماه تا ماه میگن تو اتاقش نمیره، کسیه که این خانم 4 ماه که حامله بوده این پسر رو زاییده، این مردک رفته با اون زنی که توی فیلمای پرن بوده، بعد بهش گفته اگه میشه دوستتم بیا که ستایی خربازی کنیم، بعد تازه بهش گفته که میدونی من چرا از تو خوشم میاد، برای که گفته مثل دخترش هست و نمیدونم مثل دخترش هم باهوشه. این مردک باور کنید اگر یک کمی برن تحقیق کنن احتمالاً با دختر خودش هم عکساش هست که چجوری رو پاش نشسته و اینا. آقای دانیال توسی خجالت بکشید. بله، و اما عنکبوت مستندی درباره، گفتم سعید حنایی یا حمید حنایی، سعید حنایی، مستندی درباره سعید حنایی که آتش به اختیار 16 زن را کشت
قاتلی با ذهنیت اصولگرایانه و عملکردی اصلاح طلبانه. عملکرد اصلاح طلبانه اینجوریه نه دیگه، ننویسید آقا که جای عامل حکومت به جان معلول مردم افتاد. استعاره ای از رجال سیاسی حکومت ایران. این فیلمو 40 دقیقه دیگه بهتون نشون میدم و اگر بذارید ببینم چجوری رو فیسبوک میتونم براتون بذارم، پیداش میکنم، لینکش رو فیسبوک میذارم، نگاه کنید شما نظرتونو بگید آیا مردم شهروندا باید اینجوری خودشون قدرت رو در دست بگیرن. ببینید شما تو آمریکا که میای مینیستر نیبرهود واچ، یعنی همسایه ها اینجا مثل چی میگن شب پایی که نه ولی نگاه میکنن مواظبن، بعد یه جایی داره میگه که سیتیزن ارست، یعنی شما اگه میبینی مثلا یه خانومی داره رد میشه یا آقای میاد کیفشو میزنه میره، شما میتونی این مرده رو بگیری دو سه نفر دیگه کمکت کنن. میشه خود من این کاری کردم سالها پیش که الان دیگه میترسم اگر چیز باشه. میدونید شما وقتی که جوان هستی و اینها بعضی کارها رو بهش میگن به اصطلاح بدون اینکه فکر کنی ریاکشن یا عکس العمل سریع انجام میدی، ولی بعد که یه مقدار سنت بالاتر میره، قدرت بدنیت کم میشه، بعد ترست زیاد میشه و اینها، بعد میگی که نه بابا ما خب مالیات بدیم پلیس بیاد بگیرتش. و جالب اینه که وقتی که من اون دوز رو گرفتم و بعد مردم ترسیدن بیان کمک من کنن، بالاخره این در رفت و رفت اون بعد ریره چیز، چند روز بعدش شوهر این خانم پلیس بود و برای من یه نامه تشکر نوشت که هنوزم توی این کاغذا هستش. اینم از این ماجرا. و اما این مستند درباره اون قتل‌های عنکبوتی رو بعد از برنامه بهتون نشون میدم. و اما اینجا نوشته که شهبانوی عزیز ما و از اقدامات فراموش نشدنی ایشان برای متلاشی کردن رژیم شاهنشاهی در ایران. اینو باز کنیم با هم نگاه کنیم. من خودم یادمه که تو شیراز به اصطلاح یک سر و صدای بزرگی را افتاد. آقای احمد علی مسعود انصاری هم گفت که وقتی این کار رو توی شیراز انجام دادن، بعد توی دربار و اینها گفت و شنودهایی هم بوده، اعتراضاتی هم اونجا بوده. حالا این چیکار کرده؟ یا تونه یه مشتی هنرمنده که حتی تو فرانسه و انگلستان و اینها نمیتونستن اینا رو تحمل کنن، خانم شهبانو چون میخواست بگه خیلی پیشرفته، ورداش اینا رو آورد تو جشن فرهنگ هنر. نمیدونم یکیش اشتوک هاوزن بود، یه خانمی بود که صدای بلبل و گنجشک و اینها در می آورد. و اما چه کار کردن؟ نمایش تجاوز واقعی در جشن هنر. جشن هنر گرد همایی به ظاهر هنری با مدیریت فرح دیبا، بخش مهمی از برنامه تغییر فرهنگ مردم توسط حاکمان وقت بود. در نمایش خیابانی با عنوان خوک بچه آتش، یک مرد بدون شلوار به یک زن با لباسهای پاره پاره به صورت واقعی تجاوز میکرد. آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در ایران در این باره میگوید: من این موضوع را با شاه در میان گذاشتم. به او گفتم اگر این نمایش در شهری مثل وینچستر انگلیس اجرا میشد، کارگردان و هنرپیشگانش را اعدام میکردیم. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت. غرور و سکوت. خاطرات سفیر سابق انگلیس در ایران، صفحه 90 تا 92. و روزنامه کیهان هم نوشته هنر پیشرو یا نمایش اعمال جنسی در خیابان. من اینو خودم یادمه ندیدم، ولی میدونستم که میگفتن که این گروه فرهنگانه برای که میخواستن مردمی باشه، بعض وقتا میمدن تو خیابونای شهر. یادمه که اینو میگفتن تو خیابون سعدی که چارا زند و خیابون سعدی و رودکی و فلان نبود، اونجا اجرا کردن. و یکی از دلایل به اصطلاح حکومت شاه، ریزش حکومت شاه، همین خانم فرح پهلوی بوده، همین کارهای تندرویی که کرده. و همه میگن نمیدونیم چه کار کرده این یا چه دوایی داده بوده به شاه، که میدونید حتی نوشت گفته بودن شوهر شاه، یعنی این انقدر اونجا نفوذ داشته باشه، کسی که دوست پسرشو میاره توی کاخ، کسی که دوستای
قدیمش رو که مرام کمونیستی داشتن میاره تو دفتر و الی آخر. برید ویدیوها رو نگاه کنید، اسم احمدعلی مسعود انصاری رو که تایپ کنید اینها رو میبینید، نظراتون بگید. شما هم 10 سال نه ببخشید، از 2002 تا 2017 16 سال هست که ما گفتیم هر کسی فکر میکنه حرفای احمدعلی مسعود انصاری، از رضا پهلوی، از فرای دیبا اینها دروغ میگه، بیاین اینجا. تا امروز یک کسی پیدا نشده، نشون میده که این راست میگه، اونا دروغ میگن. اینم از این ماجرا. خود رضا پهلوی تو دادگاه وقتی که قسم خورده بوده 20 بار دروغ گفته بوده، یعنی دیگه وکلاش و اینها هم میدونن. و اما 26 دی ماه 1357 سال روز خروج محمد رضا شاه پهلوی یه عکسی رو فرستادن. متاسفانه این عکسایی که میفرستن میگه این عکس آقای عباس میلانی، اون عکس آقای مسعود بهنود، اینها ما هم هی اشتباهاً پخش میکنیم و نشون میدیم و بعد میبینیم که این کار درستی نیست و اینهایی که این کار کردن به اصطلاح مغرضانه این کار رو انجام دادن. اجازه بدید که من این به اصطلاح عکس رو بهتون نشون بدم. شکم ما هم به قارقور افتاده، ما که امروز نه حرف چلو کباب زدیم نه چیزی. بله، همون جوری که من گفتم، میگه که 1/20/17 یعنی ژانویه، 20 ژانویه 2017 ترامپ در مراسم اون سوگندشو به اصطلاح اینجا میگن اینگوریشن گفته که، و اینم 1/20/18 آهان میگه 1/20 ترامپ سوگند یاد کرد و همون 20 ژانویه 2018 فدرال گورنمنت شات داون، میگه ترامپ سد هی وود ران امریکا لایک هیز اون بیزینس یا هیز بیزینس، همون چیزی که من گفتم. ترامپ گفته بوده که من میام و به اصطلاح گاورمنت رو مثل بیزینس خودم ران میکنم. مژده به طرفداران ترامپ که اونجا رو هم بس و هدفش بوده که ببنده، خودش گفته که من میبندم. حالا این دروغ میگه، اینجا داره نقش بازی میکنه که میگه دموکرات ها. البته من خودم میگم دموکرات ها اگه احمق نبودن خب اینو چیز کنید، اون یکی دیگه بعد وصلش کنید به دیوار رو، بگید اگه داکا میخواد پول، این میخواد آقا پول بگیره، من مطمئنم از این کانترکت اینم، حالا یا پسرش میخواد قبول کنه کانترکت رو یا خودش دوباره سهم بگیره و اینها. این ماجرا همش سر پوله، 18 بیلیون دلار. کسی که گفت من این دیوار رو دولت مکزیک پول میده، دولت مکزیک اومد گفت مردک دیوانه ای، گفت حالا تو پس تو رادیو تلویزیون ها نگو، گفتن اوکی نمیگی. حالا میگه مردم شما پولش بده. و یه احمقایی هم مثل علی ترابی، مثل این دانیال توسی و اینها فکر میکنن که این منجی بشریت و اومده ما رو نجات بده. کسی که اگر آتش سوزی بشه، عکس رو بهتون نشون دادم، اگه بارون بیاد چتر رو سر خودش میگیره، حاضر نیست زن و بچه خودش نجات بده. من و شما باید احمق باشیم که انتظار داشته باشیم اون ما رو نجات بده. و اما در فوق نشریه مجاهد شماره 18 آقای مسعود رجوی از افتخاراتش در ترور مستشاران آمریکا با تیتر کردن آن چماق ساخته بود، این روزها شاهد تکذیب آن در اوج وقاحت و غلط کردم ها هستید. حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه من با آقای گلن ترشیزی گفتم آقای ترشیزی به نظر میرسه شما از همه طرف مورد حمله دوستان. خیلی جالبه، مجاهدین اینو قبول ندارن، این همه تبلیغ میکنه برای مجاهدین، طرف که هوادار مجاهده میگه آقا برو تو اون وقتا دنبال کی بودی؟ تریتا پارسی بودی، بعد حالا دنبال فخرآور هستی، پس تو مجاهد نیستی. ما هم قبولش نداریم چون مجاهده، دروغ میگه، میگه مجاهد نیستم. بهش گفتم عزیز من به این و اون بی خود نپر، من خودم شرایط تو رو میدونم، چون خود منم مورد حمله همشون هستم. جمهوری اسلامی می‌نویسه تلویزیون ضد انقلاب مردم، این نمیدونم مجاهد می‌نویسه مزدور فلان، اون احمقای شاه‌اللهی می‌نویسن مزدور جمهوری اسلامی. من شرایط شما رو می‌دونم، ولی یه چیزی هم می‌دونم، یه کسایی هستن که تحملشون زیاده یا بلدن چجوری مشکلات رو رفع و رجوع کنن. به نظر میرسه که شما گیر افتادی، گیر افتادی توش، و چون گیر افتادی داری حمله می‌کنی. بهش گفتم آقا من یه چند روزی نه با شما کامنت میفرستم نه چیزاتو میخونم، و فیسبوک یه آپشنی داره به نام سنوز،
سنوز وقتی رو ساعتتون رو میذارید که زنگ بزنه دو تا حالت داره، مثل ایرانی نیست که اینجوری بزنش بسته بشه، یکیش میگی استاپ، وقتی زنگ میزنه میگی استاپ میبندیش، یکیش اینجوری میزنی رو سرش دوباره میدونه که شما بیدار نبودی کاملا، این حالت شما سنوز. بعد با اسنیز اشتباه نکنید، اسنیز یعنی عطسه، اسنوز اینجا مثلا چیزایی که چه میگن چیز یا لوز یا اسنوز، یعنی یا بپر بگیرش یا از دست بده. در صورت چی داشتم میگفتم خدا، آقای ترشیزی رو گذاشتم رو سنوز 30 days، 30 روز من چیزایی که ایشون می‌نویسه نمیبینم، چون نمیبینم خب ریاکشن نشون نمیدم. اون موقع نشستم اینجا یه چیزی می‌نویسم، می‌گم آقا 100% دروغ شما داری میگی، 100% دروغ. بچهای زیر 18 سالو فیلماشو برای من می‌فرستی، میگم چرا بچه خودت نمیره، چرا بچه فیلابی نرفته، چرا بچه دیگران نرفته، میگی بچه ما سن قانونی نیست، میگم آقا اینا قانونی هست دیگه، میزنه به یه جای دیگه، ادیسون اینو گفت، نمیدونم فلان فیلسوف اونو گفت، میگم آقا ادیسون هم یه شارلاتانی بوده مثل این پدرسوخته ترامپ. من و شما ممکنه چند تامون بدونیم که اصلا این الکتریسیتی و لامپ و فلان اینا رو ادیسون فقط پول خرج میکرده و پول در میورده و اینا رو به اسم خودش مینوشته. یک کسی مثل تسلا عمرش رو گذاشته، این ماشین برقی میبینید اسمش رو طرف گذاشته تسلا، برای اینکه این بلد بوده که کی استاد اینه. ولی غلام ترشیزی حالا میگه من دکتر فیزیکم، فیزیستم، هرچی، میگم آقا تو اصلا عوض شدی. این مجاهدینی که افتخار میکردن که سیاست مدار نه مستشارای آمریکایی رو میکشن، الان میخوام بگم ما اصلا نبودیم. و اما من بارها دیدین تو برنامه ها میگم آقا این تلویزیون مردم یه اتوبوسه، من راننده مجانی، این نمیدونم چی مجانی بگو دیگه، حالا شما باید پول اتوبوس مجانی، منم راننده مجانی، پول بنزینشو بدید. حالا نگاه کنید دلیلی که آخوندا موفقن اینه، با دقت گوش کنید ببینید این آقای قرائتی حتی به رهبر انقلاب چی میگه. من برای اون دوستم که گفته بود که آقا اخلاقا درست نیست که من به تلویزیون مردم پول بدم، گفتم بیا نگاه کن آخونده ثابت میکنه که اتفاقا اخلاقا باید پول بدی. ببینید چی میگه این آقای، کی اسمش؟ آقای قرائتی. قرائتی رو همه اونایی که اول انقلاب ایران بودن میشناسن، میدونن که میومد. بذارید ببخشید من اینو، اجازه بدید یک لحظه تصویرش براتون درست کنم. اون زودتر آمد و ما دیرتر. قرائتی میومد تو، مثلا اینا از همون روز اول شروع کردن کلاس گذاشتن برای بچه‌ها، یعنی شستشوی مغزی و درس و اینا، و ما همه به فکر این بودیم که به اصطلاح پول خودمونو در بیاریم، جون خودمون رو نجات بدیم، در رفتیم. حالا اومدیم بیرون، حالا میخوایم بریم بگیریم. همین قرائتی یه جایی گفت آقا مگه ما اومدیم مهمونی که ما بریم؟ یا مگه شما تا حالا دیدید که آخوند یه چیزی رو که میگیره پس بده؟ حالا گوش کنید ببینید در رابطه با این ماجرای اسب ابوالفضل یا همین تلویزیون مردم و اتوبوس مردم و پول بنزین، این چقدر قشنگ توضیح میده. ما دیدیم سازمان تبلیغات به اداره ها آخوند میفرسته، سیاسی عقیدتی هم به پادگانان، نهاد رهبری هم تو دانشگاه، بچه مدرسه یا و دبیرستانی ها را چیز ندارن، آخوند ندارن. با آقا صحبت کردیم مقام مذهب رهبری که آقا ما یه ستاد نماز میخوایم درست کنیم، طلبه های جوان را بفرستیم تو مدارس زور نماز بخونن. گفت خیلی کار خوبیه. گفتم پول بده. گفت حرف پول نزن، نماز برای خداست، حرف پول نزد. گفتم ابوالفضلم بره خدا جنگید، اما اسب جو میخواد. من به طلبه میگم آقا با تاکسی برو، با تاکسی بیا، نماز رو برای خدا بخو، ولی پول تاکسیشو باید داد. حالا دوستان، این آخونده، من و شما اینجا دکتر و مهندس هستیم تو آمریکا. آقای نژاد میگه ما 4 سال پیش 7 نفر این شرکت و سازمان رو به ثبت رسوندیم. خب یکیش خودشه، یکیش خانمشه، یعنی یکشم آقای مینویه، اوکی؟ 4 تای دیگه. میگم حالا چند نفری؟ نمیخوام بگم ایشون دروغ گفت، فکر نمی کنم، شاید اقرار کرد گفت 100 نفر. 4 سال از 7 شدن 100 تا.
حالا همین ستار الان شما زنگ بزنی شیش هفتش هم مرده، بنده خدا سنشون بالا هست، حالا این بمانه. ولی با دقت توجه کردید چی گفت؟ گفت اوائل انقلاب ما به سازمان ها فرستادیم، اینایی که میگن ما الان بریم بعدن رفراندوم کنیم، ما الان بریم، اینا قبلش 15 سال از سال 42 تا 1357 نقشه داشتن، برنامه داشتن که ما امروز که رسیدیم از طریق این پایگاه های خوبی که شاه برای ما ساخت، از طریق این نمیدونم 6000 تا 60000 تا مسجد چجوری با اینا در تماس باشیم. بعد مسجدها رو منتقل کردن، نماز توی اداره ها، امام جمعه توی نمیدونم دانشگاه ها. بعد این یکی زبل میگه من دیدم تو کودکستان و دبیرستان اینا نداریم کسی. بهش گفتم بیا اینجوری، گفت فکر خوبیه برو. گفتم نه 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 نه، با پول بدی. ببین چه جوری آخونده میگه آقا من کار فکر منه، پول بده. حالا ما به یک که میخوایم بگیم پول بده، اولا خودمون خجالت میکشیم، بعدم که خجالت نمیکشیم میگیم پول بده، طرف میگه آقا بهت گفتم این وابسته هستا. میگم پدر سوخته احمد، تو باید از اونایی که بهت مجانی برنامه میدن از اونا بپرسی پول از کجا آوردی که تو من مجانی برنامه میدی. منی که دارم بهت میگم آقا این اینجوری، همین با همه قلام ترشیزی میگم آخه ببخشید، حالا شما فیزیست هستید ولی احمق، مگه من برنامه مجاهدین پخش نمی کردم؟ مگه هنوز اون دوست ما مرداد $200 بدهکار نیست؟ بیچاره از بس پول میفرسه این ور ور میگه ندارم. خب معلومه که خرجش از کجا میاد، ولی ما اصلا روانی شدیم نمیدونم. بعد میخوام بگیم ما 40 سال شب 22 بهمن که انجام شد چرا خاموش کردن، مغز ما هم تعطیل شد، قبول کنیم. ولی من میگم آقا ما قبلش هم این اشکال داشتیم، اگه قبلش این اشکال نداشتیم شاه نمیتونست مملکت و ملت و دو دستی بده دست آخوندا. بیان صحبت کنیم در این باره. در هندوستان، آها این همون فیلمی که بهتون گفتم وقتی این فیلمو دیدم یاد اون کامیون تانکر پدرم افتادم که وقتی از جاده رفته بود بیرون، مردم اتفاقا دشت ارژن و اینا بود، استان فارس، به جایی که بیان کمک کنن آمده بودن و نفتاشو میدزدیدن. برای این دوستمون نوشتن که آقا نمیخواد بنویسی هندوستان، که در ایران هم همون دوره شاه هم اونجوری بوده، الان هم بدتر. الان دیدیم یه ماشین تصادف کرده بود، البته اینجا چیز کرده بود. خیلی ممنون دوستان عزیز، خانم بدری همتیار همیشه لطف داشتن، امروز هم نوشته که خیلی به شعورتون افتخار میکنم. اول خوندم خیلی بیشعوری. از بس دوستان وقتی مینویسن حمله میکنن، آدم وقتی یه نفر میاد تعریف میکنه باورش نمیشه. در صورت ببینیم این فیلم، گویا این اتفاق در هندوستان افتاده. توی ایران گویا ماشینایی که تو ترانزیت تصادف میکنن اینا، چون ایرانی ها میدونن اینا همه مشروب و ویسکی و اینا دارن، فوری مثل عقاب میریزن و ویسکی میسکی ها رو میدزدن و میبرن. ببینیم با همین فیلم حدود 1 دقیقه و نیمه. आजा बंदू आरो को जोना है मत ना हो ब्लेंडर स्प्रेड आके जा रही है ना, मेन चाका वो इन्होंने थी जो वो इधर लेके जा रहा हूँ ببینید دوستان، حتی یکی از اینا نمیاد اعتراض کنه بگه آقا این ممکنه پسردائی تو باشه، این ممکنه برادرزن تو باشه، این ممکنه شوهر خواهر تو باشه، این چیزها رو در میارید بذارید اونجا. بعد این بنده خدا الان که این به اصطلاح ضرر و زیان رو دیده، ما هر کدوم بیام یه مبلغی هم بزنیم ماشینشو درست کنیم، ماشینشو بیاریم بیرون. من نمیدونم حتی الان راننده داخل هست، بدبخت در حال جون کندن مردن، اینا اینجوری دارن چی میکنن. خب از این حالت دزد و دزدی و اینها بیایم بیرون، بریم یه جوکی هم برای شما بگیم یا دوتا بگیم. میگن چایی دوتا، سیلی دوتا، فحش هم دوتا. دیدید مثلا میگه پدر سگ مادر فلان دوتا، اینا رو با ما یاد دادن، آموزش دادن، این فرهنگ هخورایی ماه.
میگه که تو خونه آبگوش داشتیم، بچه هم سر استخون دعواشون شد، خانم هم از پس خونه فریاد داد زد مگه شماها سگید که سر استخون دعوا میکنید؟ صد بار گفتم استخون مال باباتونه. اینم بعد میگه که اصلا عاشقتم از بس هوامو داره. آها میگه که دوستم تعریف کرد وارد خونه میشدم شنیدم دخترم به خانمم گفت که این خورشت خراب شده بو میده بریزم دور. خانمش بهش گفت که نه بذارش توی یخچال بابات میخورتش. اینو فرستادم برای پتیک، پتیک گفت من برعکسم، وقتی یه چیزی میگم بریزیم دو میگم نه بذارید من میخوام بخورم. این پتیک هم یه فیلمیه. و اما به زودی عربستان و کل منطقه در وضعیتی غیر قابل کنترل فرو خواهد رفت. این آقای توماس فریدمن نوشته هاشو بخونید و تحلیل هایی رو که انجام میده خیلی نزدیک به حقیقته و نویسنده پرسابقه هم هست. و بذارید من براتون اینجوری نشون بدم که شما بتونید بخونید یا بخونید. بله، به زودی عربستان و کل منطقه در وضعیت غیر قابل کنترل فرو خواهد رفت. نیویورک تایمز نوشت حکومتی نو که محمد بن سلمان میخواهد بسازد عربستان سلمان است نه عربستان سعودی، و در آینده نزدیک نه تنها خودش را که کل منطقه را در شرایطی غیر قابل کنترل فرو خواهد برد. به گزارش ایرنا، توماس فریدمن کارشناس مسائل خاورمیانه و دیدگاه نویس روزنامه نیویورک تایمز در این نوشتار آورده است این روزها کشور عربستان شاهد تحولی انقلابگونه است. برای آنکه درکی عمیق‌تر از این رویداد فوق‌العاده مهم داشته باشیم ابتدا باید چشمانمان را به روی یک حقیقت سیاسی در مورد این پادشاهی باز کنیم. عربستان 4 دهه است که در جریان یک تغییر فاحش سیاسی قرار گرفته است، اما نیروی سیاسی مسلطی که موتور محرک این تغییرات بوده نه اسلامگرایی بوده، نه بنیادگرایی، نه لیبرالیسم، نه کپیتالیسم و نه حتی داعشیسم. این نیرو آلزایمر است. نویسنده ادامه میدهد خب حالا قضیه را به طور مبسوط باز میکنیم. دیگه اگه مبسوطه باز نمیکنیم. بله، موضوع این است که پادشاه کنونی عربستان 81 ساله است. او جانشین پادشاهی شد که در 90 سالگی از دنیا رفت، که او هم خودش جانشین پادشاهی شده بود که در 84 سالگی درگذشته بود. هیچ کدام از این پادشاهان بانی اصلاحات در کشور نبودند. در جهانی که شتاب تغییر و تحولات در آن در تمامی ابعاد و حوزه ها از تکنولوژی گرفته تا آموزش جهانی جهانسازی به سرعت برق است، حالا در چنین دنیایی پادشاهان سعودی که پشت سر هم می آیند و می روند تفکرشان این بوده که همین اصلاحات انجام گرفته در کشور که سرعتش حتی به زحمت به 10 مایل در ساعت می رسد برای کشور کافی است. اینو داشته باشید، مقاله خوبه، اگه خواستید بگید براتون بفرستم. ولی بعضیا باور دارن که عربستان داره میاد برسه به جایی که ایران 50 سال پیش بود، و ایران داره میره برسه به جایی که عربستان 50 سال پیش بود. این شماره تلفن رو بذارید ببینم، یک دوستی پیام گذاشته و اینجا 2 تا تلفن ماجیک تل داریم، این قاطی کردم، حالا بذارید ببینم کی هست. آقای سرمی، درود فراوان به شما. برنامه شما روز جمعه 2 تا 4 هست توی یوتیوب، من روشن کردم یوتیوب نمی بینم. من بعدا با شما تماس میگیرم. تلفنم هم خیلی ممنون دوستان، اشکالشو گفته، تلفنشو گفته، اسمش رو گفته، من ممنونم از شما. آقا خیلی ممنون که از این تلفن و پیامگیر به نحو احسنت استفاده میکن. نه اینایی که سوالی جان من 3 بار زنگ زدم دیگه، حالا چون نبودی پیغام میذارم. آقا همون اول وقتی نیستم پیام بذار، شاید اگه اول پیام گذاشته بودی بعدشم من آمده بودم بهت زنگ زده بودم حل شده بود، ولی چون هی نمیذاری، هی مثل مزاحم زنگ میزنی، منم نیستم، میرم میام، کار دارم، همینجوری. بعدم حالا میگی که حالا یه زنگ من بزن، نمیگه چیه چی نیست. دوست عزیز،
ما روی یوتیوب به صورت زنده پخش نمیشیم. بذارید من به شما نشون بدم. وقتی میرید روی مردم tv.com بذارید این صفحه رو نشون بدم و بعد نیست دیگه، چون ممکنه مشکل دیگران هم همین باشد. اجازه بدید. بله، مردم tv.com هم شما با هر براوزری باید قادر باشی بگیری یا ببینی. اگه نمیبینی اشکال از کامپیوتر شماست. باید یا خودتون وارد باشین، اد آن نمیدونم اکستنشن کوفت و زهرماری که اینا درست کردن سوار کنید رو کامپیوترتون، یا ببرید $20 $30 بدید به اونایی که براتون درست میکنه. شما ببینید مردم tv.com وقتی میای اینجوری این چیزا رو میبینی. بله، این کامرای 3. الان اگه بیای این ویدیوی خانم جانان ایران بومی که در تلویزیون الهوره یا الیوم مصاحبه داشته و یک جوان دانش آموز ایرانی فعال هست توی این منطقه رو میبینید، این بالا آگهیه. حالا که اینجا هستیم نرخ خدمات کلیک کنید، نترسید. این کتابیه که اون دوستمون نوشته بود، بعد آقای لوید ایزنبرگ وکیل اینجاست. نگاه کنید من اینجا که نوشته پخش زنده، دو تا سیستمم داریم. بذارید روی این اگه کلیک میکنم یه چیز دیگه باز میشه. ببینید داره همین نشون میده، این زنده است. روی اون یکی دیگه اگر کلیک میکنم یه جور دیگه بازش میکنه. ببینید به صورت فایل بازش میکنه، ولی بازم اینم زنده است. اوکی؟ حالا اونی که شما میبینی خودش کار میکنه، این آخرین برنامه مونه که اینجا هست، اینجاست. ببینید الان من تا بازش میکنم بیا اغلبهم من القدماء الذين جاءوا عقب سقوط الشاه. بله، این ماجرای ما روی یوتیوب به صورت مستقیم و زنده نیست. شما اگر جمعه 2 بعد از ظهر تا 4 میگی که برنامه خود منه، یا 12 تا 2 رو میگی که برنامه کانون آواز، باید روی فیسبوک ببینی به صورت زنده، یا روی مردم tv.com ببینی. اگر این دوتا رو میس کردی نتونستی ببینی به هر دلیلی، من دیدم فیسبوک هم الان دوتا سیستم پخش میکنه. باورتون میشه؟ من نمیدونم اینا اصلا مغزشون داره به کجا میرسه. نگاه کنید دوستان، حالا که اینجا هستم من این گوشه رو به شما نشون بدم. خود من نمیدونستم، یه دفعه دیدم میگه که میخوای سیستم نمیدونم فلان باشه یا فلان. گفتم اون دیگه کیت حالا اومده این کورنر اینجا سمت راست. نگاه کنید یه علامتیه، وقتی اینو میبری کلیک میکنی، نه این یکی، کلیک میکنی ازت میپرسه فلش ویدیو پلیر یا HTML5 ویدیو پلیر. اینو شاید مشکلی باشه که خانم نایر تماس گرفت و گفت من نمیتونم ویدیوهای شما رو ببینم، اینو فیسبوک اضافه کرده. متاسفانه این فیسبوک فکر میکنه من و شما مثل بچه های 15-16 ساله ببخش فوری چیزا رو یاد میگیریم. 15-16 ساله چی؟ الان هرچی عکس از این بچه ها میاد میبینیم کامپیوتر دستشونه، کامپیوتر جلوشونه الاخر. در صورت دوست عزیز ممنونم، اگر اینو دیدی و متوجه شدی زنگ بزن یه پیام بذار، اگه نه من فردا به شما زنگ میزنم اونجا برات توضیح میدم. خیلی ممنون که بیننده ما هستی، بیشتر ممنون میشم اگر حمایت کنی تلویزیون مردم رو و این سکوی ارتباطی، این بلندگو رو باز بذاری تا دیگران هم بیان. و اگر مخالف من هستین ازتون دعوت میکنم که برای بار اول 10 دقیقه ربع ساعت مهمان من باشید و بیاین درباره اون چیزی که با من مخالفید صحبت کنید، نه مثل این احمق دانیال توسی میگه من میخوام بیان درباره مخالفت با شما صحبت کنم، بعد میره تبلیغ ترامپ و مهاجرت. میگم آقا ما که بحثمون یه چیز دیگه بود، کاری به این نداشت، بحثمون به دروغای این بود فلان هرچی. anyway. قبل از آغاز برنامه بخند تا شاید اخلاقت بهتر باشه. عصبانی نشو، انگشت وسط یک دست یا دو دست به کسی نشان نده. ممنونم از این دوستمون، بهشم گفتم این
معلمای خوبی مثل ایشون، مثل آقای آریانپور، مثل آقای تقی مختار، مثل خانم شوره عاصمی باعث میشن که ما یک کمی به اصطلاح بتونیم خودمون رو کنترل کنیم. ولی بعضی وقتا انقدر، یعنی شما مثلا 1% 1 در 1000 انقدر تعداد نفهم ها زیاده که اون نفهم ها ما رو همچین عصبانی میکنن که دیگه ما کنترل خودمون از دست میدیم. شما هم حتما رفتید توی پارک، این قسمتی که مخصوصا این پایینش میبینید این چیزها رو برای بچه ها میذارن. حالا این تو شیراز گفتن خرس گنده، این خرس گنده رفته نامزدش و دوستش هم رفته، ببینید چه کار میکنن. انا مؤمن اني بطيء. خب معلومه وقتی که این فنرها وزنش این ور و ورش مساوی نباشه یکم کج میشه، وقتی اینقدر به اصطلاح از بالانس در بره و اونم میفته، این همه فنرها فقط چیز میکنه که اینو شلیک کنه بیرون. ولی با همه اینا فکر کنم اینو با کامپیوتر ساخته بودن و امکان نداره با اون سو. شاید هم باشه، چون این فنرهایی که زیر اینه، دوستانی که ماشین و اینا رو میدونن، این فنرهای استرال هست که هم جلو ماشین هست هم پشت، و اینا رو وقتی میخوان در بیارن دستگاه های مخصوصی هست، حالا سعید کابوسی از همون بهتر بلده، دستگاه های مخصوصی هست که اینا رو لاک میکنه و اینا رو باز که میکنی میزنه تو سر و چشم طرف. انسان دوستان دو نوع معلم داره، یکی آموزگار یکی روزگار. میگه هرچه با شیرینی و با حوصله از اولی یاد نگیری از آموزگار، دومی با تلخی به تو میآموزد. اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جان تو. خیلی ممنون، اینم دوستمون نوشته، ممنون و متشکرم. چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر ما برنامه عقل بشر رو داریم. عقل بشر رو نگاه کنید، نظر بدید. اون دوستی که اون روز سوال کرده بود، از این دوستم پرسیدم شاید تو برنامه آینده به شما جواب بده. سوال کرده بودید که آقا تو دوره شاد چرا هر کسی رو میذاشتن توی کاری به اصطلاح خراب از آب در میمد و اینا، یه چیزی اینجوری بود. و اما متاسفانه تسلیت هم گفتیم، اون کشتی سانچی، یکی میگفت میره کره شمالی، یکی میگفت میره کره جنوبی، یکی میگه چین بهش اجدر زده، یکی میگفت نه خیر این کشتی ها خوردن به هم، من نبودم نمیدونم، کسی هم هنوز نیومد صحبت کنه. آقای علی بهبانی به احتمال زیاد بیشتر میدونه که متاسفانه اونم در آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، اونم در ترکیه است و ما اینجا با این اینترنت و اینا ببینیم چه میشود. ولی ماجرای این کشتی جالبه. آقای آریانپور نوشتن که مبارک است، کشتی های ما در دریاها به علت بیسوادی و کمبود آموزش یکی پس از دیگری غرق می شوند. در مقابل ما به فکر ساختن کشتی از طلا برای هدیه کردن به گور یک عرب هستیم. خانه از پایوند ویران است، رئیس جمهور به فکر امام سوم است. میگه که برداشت از روز چهارشنبه 27 دیما از یک کشتی طلایی با طول 3 متر 1 متر عرض و 1 متر بلندی که در ساخت آن از 70 کیلوگرم طلای ناب استفاده شده در قم رونمایی شد. این کشتی قرار است که در آینده نزدیک به حرم امام سوم شیعیان در عراق پیشکش گردد. حالا من نمیدونم امام سوم اینا، اینه که تو صحرای کربلا بوده از اون ور میگن آب نبوده و فلان اینا، حالا چرا کشتی میخوان براش ببرن؟ این کشتی دوستان اینجا نوشته محمد علی فاطمه، اون به اصطلاح بادباناش هم اینجوری، اینم رونمایی یا افتتاح این. ولی یه چیزی من بهتون بگم، یه دوست دیگه هم اینه برای من فرستاده بود، بهش گفتم که همین چیزی که آقای آریانپور میگه درسته، خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. همین چیز زمان شاه، من کرمانشاه خدمت میکردم، 3 روز خیابونا رو بستن تا کاروان طلای مردم ایران بره به کربلا. این بعد از اون صلحی بود که کرده بودن و اینها، کاروان هدیه ها و طلاهای ایران بره به کربلا. و همین خاطر ارتش لشکر 81
92 اهواز، لشکر 81 کرمانشا رو آورده بودن، خیابونا رو قرق کرده بودیم به اصطلاح که این کامیون با سلام و صلوات بره اونجا. خب این شاه سوئیس رفتمون بود، این شیخ قم رفتمونه. وقتی که شطور بود به یه قاز دیگه خر قیمت واقعی ندارد. بله، پیرمردی صاحب مال و منال. من این شعر رو براتون میخونم و به اصطلاح اتفاقا آقای آریانپور یه چیزی نوشته بود، البته برایشون نوشتم، من اجازه دارم اینو بخونم. وقتی این شعر رو خونده بود بعد نوشته بود داستان زندگیش اینجوری و وضع مالیش اونجوری اینا، گفتم من اجازه دارم، جوابی به من ندادن و به همین خاطر من نمیخونم، ولی این شعر رو من براتون میخونم. شعر زیبایی، اگرم قبلا شنیدید احتمالا میدونید نویسندش کیه، بگید تا ازش بگید، ولی فوری نگید هادی خورسندی چون آسون ترینه. هادی خورسندی. اوکی. پیرمردی صاحب مال و منال، میگذشت از عمر او 80 سال. با خودش گفتا که پیر و خستم، شادم از عهدی که با خود بستم. تا نمردم هرچی دارم وانهم، سهم فرزندان همین حالا دهم. بچه ها را مطلع زین کار کرد، پافشاری کرد و اصرار کرد. سهم دخترها فلان از مال شد، از پسرها باقی اموال شد. پیرمرد فارغ شد از مال و منال، پاک و طاهر شد ز دارایی و مال. روزها بگذشت و روزی پیرمرد دید رفتار عروسش گشت سرد. با تعرض نیش میزد بر پسر، بودن بابای تو هست درد سر. پیرمرد افسرده و غمگین شد، سینه‌اش چون کوه غم سنگین شد. لب فرو بست و برون شد از سرا، تا نبیند آنچه دیده است بینوا. رفت و در زد خانه دیگر پسر، در گشودن تعارفات مختصر. با کسی حرفی ز دل سردی نزد، حرفی از مردی و نامردی نزد. تا که دیگ معرفت آمد به جوش، آنچه باید نشنود آمد به گوش. جمله اولاد ذکورش بی صفت، جملگی زنباره و بی معرفت. دختران زین ماجراها بی خبر، شاد و خرسند بودن از کار پدر. کورسوی در دل آن پیر بود، چون که امیدش به آن تدبیر بود. ره سپار خانه داماد شد، گفت دامادش دل ما شاد شد. عشق خوشحالی به چشم دخترش، مات و حیران بود نمی شد باورش. دید دامادش بر او هست بی نظر، ماندنش آنجا دیگر هست درد سر. این شعره رو من نمیدونم شعر جدیده شعر قدیمه، یک کمی به نظر میاد جور نیست. حالا میگن شاعر که به تنگ آید، قافله که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید، ولی شعر قشنگی. او همی گوید که بابایت چرا لنگرش را پیچ کرده نزد ما. ما که تنها وارثه او نیستیم، با حقوق مختصر کوه نیستیم. خانه شد دوار در گرد سرش، چون که تا این حد نمیشد باورش. این چنین اندیشهش بیدار شد، موسم پیری رسید و خار شد. عاقبت تدبیر خود را کار بست، نقش یک گنجینه در افکار بست. رفت در بازار و صندوقی خرید، آشنایی در رش آمد پدید. گفت چه داری اندر این گنجینت، این چنین چسبانده‌ای در سینت. گفت اگر گوشت زرازم کر بود، صندوقی مملو ز سیم و زر بود. راز او افشا شد در سطح شهر، بچه ها پیدا شدن آسیم سر. ای به قربان تو ای بابای من، تو کجایی ای گل زیبای من. خانه ما بی تو تاریک است و سرد، تو چراغ خانه‌ای شیر مرد. الغرض با التماس و احترام، شد پذیرایی دیگر هر صبح و شام. لیکن از گنجینه‌اش غافل نبود، هر کجا میرفت حملش مینمود. جنگ و دعوایی سرش کردن به پا، خانه بی بابا نباشد با صفا. فکر و ذکر بچه ها گنجینه بود، گنج واهی بود، درد سینه بود. عاقبت قالب تویی کرد پیرمرد، رفت و شد آسوده از رفتار سرد. باز کردن بچه ها گنجینه را، صندوقی مملو ز درد سینه را. شد نمایان استخوان دست خر،
نامه ای رویش به جای سیم و زر نامه را خواندند. نامه را خواندند، چنین بنوشته بود: قصه عمری به آخر گشته بود، دست خر بر آن فلان، هر کسی تا نمرده است مال بخشد بر کسی، زنده بر مال و منالت باش پیر، تا نگردی همچو من خار و اسیر. نمیدانم از کیست این آقای رضا مرحمتی که خودشون هم شاعر هستن، لطف کردن فرستادن، ممنونم ازشون، ممنونم، خواهش کنم هر زمان فرصت داشتید در درباره کتاب آتش خشم مایکل وولف تفسیری داشته باشید، ممنونم. در هر حال چهارشنبه در این مورد صحبت میکنم. و اما غزل قصیده مثنوی، اولا خیلی خوشحالم مجید که اومدی تو برنامه، گفتم امیدوارم اون مشکل حل بشه، پدرت حالش خوب بشه. و قصیده مولوی، من مولوی رو اصلا نمیتونم بخونم و یه جایش کم آورده بود، یا شاید میدونی هی وقتی کاپی ام پیست میکنن یه وق کم بشه، یه واب واویلا که اضافه بشه، دیگه همه چی چیز میشه. در اصل ممنون و متشکرم از تمام دوستانی که با ما روی فیسبوک بودید و همونجوری که مثل امروز دیدید، سعی میکنم فیسبوک رو به دست میرغضبی مثل مجید بسپارم که اون بیاد جواب بده، پاک کنه، بندازه بیرون. و خیلی خوشحالم که امروز آقای دانیال توسی ذات پلید خودش رو ما نشون داد و نشون داد که مهم نیست مسیحی باشی یا مسلمان باشی یا کلیمی باشی، همچین که خودتو به دین بچسبونی یه موجود پلید و زشت و خودخواه هستی و خواهی بود. دوستان عزیز، از این که با ما بودی ممنون و تشکرم. بعد از برنامه من اون فیلم عنکبوت مال اون آقای شرحال و زندگی سعید، چی بود اسمش؟ سعید حنایی رو بهتون نشون میدم. و آهان، یادتون باشه این جمعه که میاد برنامه God Grace 26 اگر توی شهر هستید یا نزدیک اینجا هستید، نوع شعر رو گفتم. آهان، میگه این نوع شعر، میدونید شعرها دو بیتی هستن، قصیده هستن، غزل هستن و اینها. خیلی ممنون. و الا فکر نمی کنم این از مولوی باشه، شعرهای مولوی خیلی باحالتر، البته شعر داستانش قشنگ بود، خوبم جمع جورش کردن. دوستان عزیز، جمعه 26 آقای مهدی تبریزی مثل هر 26 ما برنامه گذاشته در همون جایی که ماه قبلم بودیم، حالا چهارشنبه و جمعه هم درباره صحبت میکنم. من ازتون خواهش میکنم این جمعه اگه هستین بیاین اونجا و با هم، من اهل رقص نیستم ولی یه شب خوب رو داشته باشیم. اگه اهل رقص هستید از اولی که میان میتونید برقصید تا آخرش. دوستانی که میان اونجا معمولا یا بهزاد یا آقای حامد یا آقای سیامک اهل موزیک و موسیقی و اینها هستن. از همتون ممنون و متشکرم. بله، میگه احتمالاً این توسی فامیل همون سعید توسی آخوند بوده. منم فکر میکنم این توسی با اون توسی ورزشکار کاری نداره، احتمالاً خدا بگم چه کار کنه این مجید. مجید ممنونم، خوشحالم که باز اقلن یک لبخندی به لبت آمد. و اون روز بهش گفتم مجید جوانای مثل تو منو مجبور میکنن هی برم یاد بگیرم. ضمناً مجید بگو این فیسبوک چرا دو نوع ویدیو داره، یه نوع ویدیو فلش، یه نوع ویدیو HTML فلان، که مثل که اون همه چی رو خودش تشخیص میده و به اصطلاح میفهمه که چه نوعی هست باز کنه. اینا هر روز یه چیز جدید میارن، سعی کنید نق نزنیم، سعی کنید ما هم یاد بگیریم. گفتم بهتون اونایی که میگن شطرنج بازی کنید، تخته بازی کنید، ورق بازی کنید، آلزایمر نگیرید، اشتباهه. اون مغزتون رو قوی میکنه که چیزایی رو که میدونید سریع ازش استفاده کنید، ولی میگه اگه میخوای آلزایمر نگیری هر روز چیزایی رو که بلد نیستی برو پیدا کن یاد بگیر. مهم هم نیست، برو راجع به درخت بخون، راجع به ماشین بخون، راجع به تظاهرات بخون. اگه میخوای بری تو کار سیاسی، تو رو خدا جون عمت برو راجع به سیاست، راجع به چجوری حزب درست کنیم، چجوری به موومنت درست کنیم، جنبش درست کنیم، هی خودتون رو نجنبونید. دیدید آقای رضا پلوی چجوری مثل شطور لنگ و لغت مینداخت؟ بعد بهش گفتن مرد که سرود ای ایرانه، مسی خری، سیگار چی کشیدی؟ پی سی پی کشیدی؟ دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر، آیندهی روشن‌تر. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. چی چی چی. یادتون نره. خدا نگهدار.